بینندگان عزیز، با سلام به شما. طبق معمول هر هفته روزهای جمعه ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا و نیویورک شرق آمریکا با شما هستیم با دوستان از کانون آوا. خیلی خوشحالم که امروز با خانم بتول سلطانی هستیم. ایشون مدیر انجمن زنان از آلمان هستند و امروز با شما خواهند بود تمام این دو ساعت. در طی برنامه شما میتونید از طریق فیسبوک که به صورت زنده برنامه پخش میشه یا از طریق ایمیل یا از طریق تلفن پیام بذارید، تماس بگیرید. من سعی میکنم در میون صحبت‌های ایشون هر وقت که اجازه دادن نظرات شما رو بگم. ضمناً یه نفر چون دیده بود که پوستر یا فلایر برنامه رو گذاشتیم، اگه اشتباه نکنم یا از نروژ یا از بلژیک تماس گرفتن که نامه ایشون رو هم میخونم. سلام خانم سلطانی، سال نو رو به شما تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی رو آغاز کرده باشید و هر روز بهتر از دیروز. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان و تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. با سلام به شما آقای سربی و به مدیر کانون آوا و به همه دستاندرکاران، کسانی که این امکان رو فراهم میکنن تا ما بتونیم ارتباطمون رو با مردم برقرار کنیم و بتونیم از این طریق صحبت کنیم. من تشکر میکنم از شما و چون اولین باره که بعد از سال جدید میلادی سال 2018 در برابر تلویزیون قرار میگیرم، در برابر دوربین قرار میگیرم، از همینجا سال نو میلادی رو به همه هموطنهای مسیحی و دوستان و آشنایان تبریک میگم و امیدوارم که سال 2018 سالی بدور از خشونت و برای همه مردم، برای همه مردم ایران و برای همه مردم جهان سالی پر از خبرهای خوب باشه و انشالله که خوشی رو برای همه آرزو میکنم و شادی رو. من امروز همونطور که از قبل گفتم یا خبرش رو، آگهیش رو دادم برای کانون آوا، در مورد وضعیت اخیر اعتراضات گسترده تو ایران و همینطور بازتاب وضعیتی که وجود داره در رابطه با سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت که خب هر دو پرونده تروریستی دارن و همینطور از طرف دیگه این وسط دولت آمریکا و مواضع دولت ترامپ از یک طرف صحبت میکنم. خب به هر حال اونطوری که سن اقتضا میکنه و حداقل من خودم به خاطر میارم، هم تقریبا 20 سال رو در سازمان مجاهدین در فرقه رجوی گذروندم و جوون بودم حدود 19 ساله که از ایران خارج شدم و دیگه ایرانو ندیدم و همینطور نوجوانی بودم که انقلاب شد زمان سرنگونی شاه و اون ایامم و اون فضا و شور و حالی که بعد از سرنگونی شاه بود رو هم به خوبی به خاطر میارم. در اینجا من میخواستم اول ابراز همدردی کنم با همه مردمی که به خاطر فشارهای در واقع تحریم‌ها و فشارهای دولت آمریکا و دخالت‌هایی که دولت آمریکا می‌کنه اینجا باشون اعلام همدردی کنم و از طرف دیگه به هر حال ناراحتی که ممکنه براشون از قبل این تحریم‌ها پیش بیاد و از طرف دیگه خب به هر حال دخالت‌هایی که دولت آمریکا می‌کنه در امور داخلی کشورها و همینطور الان در امور داخلی ایران رو ما از یاد نبردیم و از یاد نمیبریم. چیزی که الان وجود داره و قابل بیان هست اینجا مواضع دوگانه دولت ترامپ هست که من اینجا ابتدا به این میپردازم و بعد به وضعیت سازمان مجاهدین و همونطور که تیتر برنامه یا تیتر صحبت‌های خودم گفتم، ماهی گرفتن زوج تروریست یعنی مسعود و مریم رجوی
از این وضعیت هست و به هر حال ما تا اونجایی که وقت اجازه بده و این دو ساعت بتونیم صحبت کنیم و مسائل رو باز کنیم، ما به این موضوعات کامل میپردازیم تا هم برای مردم روشنگری بشه و همین که باز اون چیزی که در واقع اشتباهی که الان خیلی از مردم ممکنه تو فضای گرد و خاکی که ایجاد میشه از یاد برده باشن، بتونیم باز اینو براشون یادآوری کنیم که وضعیت از چه قراره. دولت ترامپ در واقع بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ، ما شاهد مواضع دوگانه از طرف ایشون هستیم. ایشون مدعی هست که خواهان دموکراسی و آزادی برای مردم ایرانه، ولی ما در واقع نمیدونیم اینو باور کنیم یا اون موضعشو که همین الان تمام ایرانی ها به ممنوع الورود هستن به خاک آمریکا و حق ویزا ندارن. خود آقای ترامپ در سخنرانیش اگه یادتون باشه گفته بود که مردم ایران تروریست هستن. من نمیدونم این چجوری این معادلات، یعنی حداقل برای خود آقای ترامپ یا برای دولت آمریکا این آیا سوال برانگیز نیستش که پس ما، یعنی من به عنوان یک کسی، به عنوان یک ایرانی کدوم حرفو باور کنم؟ یه جا ایرانی ها رو تروریست مینامی و جای دیگه میگی که خواهان دموکراسی برای مردم ایران هستی و مدعی این هستی که ماهواره در اختیارشون میذاری، یعنی میگی نگران نباشید ما ماهواره آخه ماهواره اینترنتی شاید در حال حاضر به خاطر وضعیت ارتباط مردم با همدیگه قطع و از این زاویه تحت فشارم باشن، ولی آیا این مسئله اصلی مردم ایران اینه یا خیانت دولت آمریکا به مردم ایرانه؟ یکی از بزرگترین خیانت‌هایی که دولت آمریکا به ایران کرد، آقای سربی، حالا من نمیدونم شما یادتون هست یا نه، زمان مصدق، زمانی که مصدق سر کار بود، اینا با کودتایی که انجام دادن دولت مصدق رو سرنگون کردن. یعنی من واقعا نمیدونم اینا توهین به شعور انسانی افرادی که خواهان آزادی بودن، همه ماهایی که زندگیمونو و همه عمر و جوانیمون رو کف دست گرفتیم و با تمام سرمایه و داراییمون پیوستیم به جریانی که فکر میکردیم این جریان آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان میاره، که متاسفانه سرابی بیش نبود و رهبری اون خیانت کرد، همین شورای ملی مقاومت و همین مسعود رجوی که رهبری همون شورای ملی مقاومت و همون سازمان مجاهدین رو هم بر عهده داره، یعنی در واقع الان اونه که از تو قبر داره همه رو به واسطه مریم رجوی فرماندهی میکنه و سازماندهی میکنه و به صورت مونیسم همینطور حاکمه بر این جریان. خب اینجا در واقع وقتی که دولت ترامپ مدعی این هست که میگه من خواهان دموکراسی هست برای مردم ایران، آیا این توهین به شعور انسانی مردم نیستش؟ که یعنی مردم فراموش کردن کودتایی که زمان مصدق انجام شد و مصدق سرنگون شد. اگر از اون زمان دولت مصدق برقرار بود تا الان هم دموکراسی و حقوق بشر حاکم شده بود بر جامعه و هم این وضعیت شاید نبود. اون موقع به حمایت آمریکا این کودتا صورت گرفت و بر همگان روشنه، یعنی چیزی پوشیده بر اذهان مردم نیستش که دولت آمریکا گرگی در لباس میش و تنها کسی و تنها و تنها جریانی که داره حمایت میکنه از این دولت آمریکا یا بر اساس اون داره خوشرقصی میکنه و نیروهاشو فریب میده، اعضایی که داخل سازمان هستن رو داره با استفاده از این نونشو میخوره و داره پوزشو میده برای افراد خودش داخل فرقه، فقط این وسط مسعود رجوی و مریم رجویه که حتی مرده رو هم به حرکت درآورده، یعنی کسی که تا چند وقت پیش اون ترکی فیصل وزیر سابق امنیت عربستان اعلام کرد و گفت که مرحوم مسعود رجوی، مرحوم رجوی، حتی اونم
به اونم جون دمیده که اونم از قبر سر برآورده و برای مردم پیام داده و اظهار وجود کرده و اعلام وجود کرده. ببخشید خانم سلطانی، یکی از دوستان به نام مکس قلمی نوشته: درود، من فکر نمی کنم منظور ترامپ مردم ایران باشه، دولت جمهوری اسلامی را تروریست خوانده. اجازه بدید من چون تو آمریکا هستم به ایشون بگم شما برید کلمه نیشن رو نگاه کنید، کلمه نیشن یعنی کلمه ملت، و آقای ترامپ گفت که تروریست نیشن. دوستان قبل از اینکه نظر بدید یک کمی مطالعه کنید، یک کمی تحقیق کنید. آقای ترامپ ممکنه منظورش مردم ایران نبوده، ولی این چون یه شخص دروغگو و شارلاتانی هست و الانم تا گردن در لجنزاری که خودش درست کرده، خودش و خانوادش فرو رفتن و این کتابی که به جای هشتم بیاد به بازار چهارم آمد به بازار، دیگه هیچ آبرویی نه برای ترامپ گذاشته، نه برای دخترش گذاشته، نه برای دامادش گذاشته، نه برای همسرش گذاشته. من واقعا تأسف میخورم به حال دوستانی که هنوز با ترامپن، وقتی که آقای استیو بنن یار قار ترامپ هم به اصطلاح اینو ول کرد، و وقتی که آقای ترامپ مثل همه اونهای دیگه گفت این استیو بنن اصلا دیوونه است، حالا شما هم وایسادین تا ترامپ بیاد بهتون بگه شما هم دیوونه بودید که با ما بودید. بذارید آقا یه نفر که میدونه و داره درست صحبت میکنه حرفشو بزنه. من تأیید میکنم و تأکید میکنم که آقای ترامپ گفت ملت تروریست نیشن، تروریست نیشن. در صورت از شما عذر میخوام خانم سلطانی، بفرمایید. خواهش میکنم آقای سربی، به نحو احسن جوابشون رو دادین. البته من به سهم خودم تشکر میکنم از کسایی که میان نظراتشون رو با ما در اینجا در میون میذارن، ولی از این آقای مکس گفتین درسته؟ بله، مکس قلمی. بله، از این آقای مکس قلمی هم تشکر میکنم که به هر حال عقایدش رو با ما در میون گذاشت، چون به هر حال خب ما تقریبا الان بیش از 20 سال رو من در فرقه مجاهدین بودم، هم آمریکا رو تجربه کردم اونجا در جنگ خلیج زمانی که حمله کرد به عراق، هم زمانی که آقای سربی دفاع کرد از عراق، یعنی اون زمانی که ترامپ میگفتش که حق رو ترامپ نه دولت آمریکا، من مواضع دولت آمریکا رو الان اینجا در واقع به چالش طلبیدم و در بهش اعتراض دارم و انتقاد میبینم روش. اون زمانی که عراق حمله کرد به ایران، همین دولت آمریکا مدعی شد که عراق مقصر جنگه و به خاطر همین اومد از تا اونجایی که میتونست از عراق حمایت کرد. من اینو الان تو متن صحبتام هم هست باز میکنم، ولی در رابطه با این دوستمون که در واقع اینجا نظرشون رو مطرح کردن، من میخوام ازشون تشکر کنم و استقبال میکنم از همه کسانی که بیان اتفاقا نظراتشون رو مطرح کنن، و حتی از اون سران فرقه رجوی هم خواهش میکنم که بیان و نظراتشون رو اینجا بنویسن و بگن و نبرید شرمنده هایی که خودشون ریششون در گروه سازمان هست و به نوعی مزدور و مزدبگیر فرقه رجوی و وابسته به فرقه رجوی هستن، اونا خواهش میکنم نیان، برای اینکه نه پاسخگو هستن و نمیتونن مسئله ای حل کنن به جز اینکه یه فوشی بدن یا یه لجن پراکنی بکنن و برن، ولی اون کساییشون که مسئولن تو این زمینه بیان و من اتفاقا استقبال میکنم که بیان و صحبت کنیم و نظراتشون رو در میون بگذارم تا اگر این وسط کجی هم هست برطرف بشه. شما به درستی پاسخ اینو دادین و دقیقا گفته بود مردم تروریست، یعنی مردم ایران گفته بود که تروریست هست. و نکته دیگه، همین الان ایرانی اجازه ورود، ایرانی از هیچ جای دنیا، یعنی حتی ایرانی که مثلا همین الان خب من در کشور آلمانم و اقامت آلمان رو دارم، همین الان من اجازه ندارم به آمریکا برم، یا خیلی از ایرانی‌های دیگه که سالها تو کشورهای دیگه بودن اینا اجازه ندارن، اصلا ورود ایرانی به آمریکا ممنوعه. این توهینه. کسی که ورود ایرانی رو به آمریکا ممنوع کرده به چه حقی داره دفاع میکنه از اینکه نمیدونم ما خواهان دموکراسی برای شما هستیم؟ دولت آمریکا بهتر سرشو بندازه زیر
تو کشور خودش و دست از دخالت در کشورهای دیگه برداره. نه اینکه دولت آمریکا در عراق برای مردم عراق آزادی آورد، حالا میخواد آزادی رو بعدی رو برای مردم ایران بیاره. یعنی واقعا آقای سوربی، من ببخشید اینجا یه خورده صدا میره بالا، ولی آدم آخه احساس میکنه که مثلا اینا، من نمیدونم ما رو چی پنداشتن. یعنی هرچی آدم میخواد میگه ساکت بشینم، میبینه اینا پروتر و گویی که ما فراموش میکنیم. ما فراموش نمیکنیم، ما سرنوشتی که بر ما گذشته، من خودم بیش از 50 سال از عمرم داره میگذره، ما فراموش نمیکنیم چه بر سر مردم آوردن. ببخشید من خانم سلطانی، چون از شما اجازه گرفتم که به اصطلاح وقتی که موضوعی میاد صحبت کنم، الان اگزمینه رو باز کردم، اکتبر 13 یعنی 13 اکتبر 2017. دوستان ببینید وقتی شماها بی سند حرف میزنید، ما مجبوریم سند نشون بدیم و خیلی ممنونم از شما که ما رو مجبور میکنید سند نشون بدیم. ببینید اگزمینر میگه ترامپ گفت ایران is a terrorist nation like few others. میفهمید؟ نگفته ملا، نگفته آخوند، نگفته جمهوری اسلامی، گفته ایران، کشور ایران. بعد میگه terrorist nation یعنی ملت تروریست. حالا شما آقای مکس قلمی ازت خواهش میکنم یه مقداری بیشتر تحقیق کن، ولی با ما باشون، مطمئنم با ما باشید خیلی چیزا رو یاد میگیریم، ما هم از شما یاد میگیریم. بفرمایید خانم سلطان. داشتم اینو میگفتم که ما فراموش نمی کنیم. یعنی این نادانیه، یعنی واقعا این نادانیه مردم ایران هست اگر بخوان دنبال روی سیاست های آمریکا باشن و دنبال این باشن که دولت آمریکا بیاد آزادی رو در سینی تقدیم کنه به مردم ایران. برای کجا این اتفاق افتاده که این دومیش باشه؟ همون همسایه ایران، بغل گوش ایران، کشور عراق، آیا الگوی خوبی نیست؟ آیا نمونه و سرمشق خوبی نیست برای اینکه درس بگیرن که دنبال ما هرگز دنبال روی سیاست های آمریکا و دنبال مگر ابلهیم که فردا به نادانی ما باز هم بخنده همین ترامپ که بخوایم دنبال سیاست های اون باشیم یا دنبال این باشیم که بخوایم. من به خدا به خانواده هم همینو گفتم، تمام این خاطراتی که الان دارم اینجا برای شما بازگو میکنم، من با خانواده خودم که انبوهی جوون تو همون خانواده هست بهشون گفتم، گفتم فریب این سیاست های پوچ این دولت آمریکا و شعارهای تو خالی اینا رو نخورید. تنها کسی که از اون بهره میگیره و تنها کسی که استقبال میکنه از این حرفای ترامپ و کابینه ترامپ، مریم رجوی، دست نشانده ملیجک و مترسک رجوی هست که داره از این سیاست ها خوشش میاد و استقبال میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اونم ناتوانه و تنها کاری که در تمام طول این سالیان کرده گرفتن جلوی انقلاب واقعی مردم ایران بوده و فقط و فقط نقش بازدارنده داشته و نقش اینو داشته که کاری کنه که باز هم مردم دستگیر بشن. همین الان یک ساعت پیش بود باز خبرهایی داشتیم از لرستان که افرادو نمیدونم دستگیر کردن یا نمیدونم باز موج دستگیری. یعنی همه اینا به اسم کی؟ به اسم همین سازمانه بوده. یعنی تنها چیزی که فقط داشته این وسط از همون بد به انقلاب تنها این بوده که جلوی مطالبات واقعی مردم ایرانو برای یک به دست آوردن آزادی بگیره و همیشه به عنوان مانع و راهبند سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت، یعنی زائده سازمان مجاهدین، در واقع یک زائده بیشتر نیست، زائده سازمان مجاهدین مانعش بودن تا حالا. خانم سلطانی بازم ببخشید، چون شما یکی از کادرهای ردیف بالا بودید، چون شما یکی از خانمهایی هستید که با وجود همه ممنوعیت ها اونجا دسترسی به کامپیوتر و کارهای انتشارات و اینها داشتید، این ماجرای سازمان مجاهدین بعد شد شورای ملی مقاومت رو تعریفایی که اون موقع کردن قابل قبول بود. بعد که همه یکی یکی رفتن سازمان مجاهدین، همون شورای ملی مقاومت، تا اونجا هم ما اشکالی نداریم. ولی این سازمان ها وبسایت های جدیدی که هر روز درست میکنن نشون دهنده چیه؟ مثلا تظاهراتی که فردا اینجا هست از طرف یه سازمانی هست به نام Iranian American Community. من از آقای حسین پناه،
از آقای غلام ترشیزی، از آقای فیلابی، از آقای مرداد از کالیفرنیا، از آقای علی از کانادا میخوام که بیان به من بگن این سازمان سازمان مجاهدین هست یا نیست. اگه سازمان مجاهدینه چرا زیر اسم دیگری قائم میشه؟ اگه سازمان مجاهدین نیست چرا سازمان مجاهدین تا امروز به اصطلاح حرکتی نکرده؟ اینا که الان دیگه آزاد هستن، دفتر دارن تو خیابون کی استریت، ماشاءالله آقای جعفرزاده دیروز اومده تو تلویزیون، باور کنید انقدر چاق شده که من به نظرم خیلی لاغر اومدم خودم و گفتم براش نوشتم آقای جعفرزاده یکم چلو کباب کمتر بخور، ممکنه تو واشنگتن منفجر بشی. بعد اگه منفجر بشی به عنوان تروریستی که خودش منفجر شده سازمان معرفی میشه. اینا چرا؟ یا شما که اونجا بودید تصمیمی گرفتن که زیر اسمای دیگه، زیر سازمانهای دیگه مخفی بشن، وبسایت های مختلفی داشته باشن؟ به اصطلاح تجربه شما از این چیه؟ بله دقیقا موضوعی که اشاره کردید یا سوالی که کردید در رابطه با همین شورای ملی مقاومت هم دقیقا شما ببینید شکل‌گیری شورای ملی مقاومت از کی بوده. زمانی بوده که سازمان مجاهدین رفت تو لیست تروریستی، یعنی تو جزو اون لیست وزارت خارجه دولت آمریکا قرار گرفت و رفت تو لیست گروه های تروریستی. از همون موقع اینا به خاطر بدنامی در واقع سازمان مجاهدین و اینکه رفت تو لیست گروه های تروریستی که اموالشون در واقع مصادره و شامل حالشون همون گروه های تروریستی میشه، اینا اومدن شورای ملی مقاومت رو در واقع به عنوان اینی که اسم عوض کنن مطرح کردن. از همین الگو و نمونه که در واقع فکر میکنه خیلی رند هست یا خیلی زرنگه که حالا تحت عنوان شورای ملی مقاومت میتونه کاراشو پیش ببره و در واقع یه سری چیزا رو، یه سری خطوط مسعود رجبی و مریم رجبی رو به پیش ببره. هرچند که آره خب این به هر حال تا یه مقطعی، تا اون چهره واقعیش و هویت واقعیش و اینکه همونطوری که گفتم یک زائده بیشتر نیست مشخص بشه، یه خورده شاید بره جلو. ولی آقای سوربی اینجا تو آلمان یک ضرب المثلی دارن، این آلمانی ها میگن لوگن هات کورس باینن، یعنی که دروغ پای کوتاهی داره. هرچند که اینا بیان خودشون رو به اسم شورای ملی مقاومت یا انجمنهای مختلف از جمله همین انجمنهایی که شما الان اشاره کردید یا لیست بالا بلند انجمنهایی که میان تو همین آلمان یا تو کشورهای مختلف هم به اسم نمیدونم انجمن خیریه و انجمن فلان و این انجمن اون انجمن میخوان فعالیت کنن، درسته که اینا در شروع شاید چند قدم برن جلو. مثلا یکی از چیزاش این بود، اون ابتدایی که من اومده بودم توی آلمان همین شورای ملی مقاومت اومده بود به خاطر اخلال تو کار روند کار اقامت من و شهروندی من، اومده بود به عنوان شورای ملی مقاومت یه سری اراجیف و دروغ به دولت آلمان، یعنی در واقع به اینجا سیستمش اداره خارجی های آلمان داده بود که خب به هر حال اینا اومده بودن در راجبش مثلا تحقیق یا ببینن چی. شاید که چند قدم این دروغا، این صحنه سازی ها، این وزن کردن ها، این گیریم کردن ها من اسمشو میذارم، یعنی که مثلا آبشخورش سازمان مجاهدینه، پولش از طریق سازمان مجاهدین و مافیای رجوی تامین میشه، ولی خب شکل شورای ملی و مقاومت و گویی که اینها اجازه دارن آزادانه رأی بدن یا آزادانه انتخاب کنن، داوطلبانه اینترنت داشته باشن، نه همچی چیزی نیست. آبشخور این سازمان مجاهدینه، ولی میاد شکلشو عوض میکنه، گریم میکنه به صورت عادی سازی یا صورتهای دیگه خودشون نشون میده تا بتونه مردم قبولش کنن، یعنی توی یک جامعه ایرانی بتونه نفوذ کنه یا توی جامعه خارجی، به خاطر بدنامی اوناست. وگرنه اگر اینجوری خب بیان خیلی صریح بگن با اسم و مشخصات، شما اگر دقت کرده باشین من هفته پیشم داشتم نگاه میکردم مثلا اسمشو گذاشته ستاره سهیل، نمیدونم سرنگونی، خب بیا اسمتو بذار بگو من بتول سلطانی هستم، نمیدونم ساکن آلمان، هرچی اگر ترسی نداری بیا هویت واقعی تو رو کن، بگو که از کجا، یعنی بالاخره آبشخورت یا تامین کنندت کجاست. ولی به خاطر بدنامی اون اینا می آمدن اسمشون رو عوض می کردن یا نمیدونم تحت عنوان انجمنای دیگه.
بسیار ممنونم. یکی از دوستان یک نامه ای نوشته، اجازه بدید من براتون بخونم. در این رابطه صحبت میکنیم و ایشون نوشته که از نروژ فکر کنم باشن، بله از نروژ، و نوشتن مدت 34 سال از سال 56 در کارهای سیاسی و تبلیغاتی در کادرهای نامی چه در ایران و جنگل‌های شمال فعال بودم. من تا 2 سال پیش هم در کارهای بسیار بالای تدارکاتی سازمان مجاهدین در اروپا و خصوصا در نروژ فعال بوده و چه به صورت شخصی و چه در رابطه با فعالیتم برای سازمان چریک‌ها رفیق مهدی سامه و با یا دیگر اعضای کمیته مرکزی فرد شناخته شده‌ای بودم، زیرا من قلبم در وهله اول برای میهنم میتپید و پس از خودم رو هوادار یک سازمان میدونم، زیرا من دنبال روی کورکارونه را بدتر از نادانی میدونم. من همیشه در میتینگ های رسمی با افرادی از اعضای کمیته، خب این یه مقداری نامه طولانیه، من متوجه نمیشم که ایشون سوال داره یا به اصطلاح نظرشو داره میگه. بله اینجا سوال میکنن، آیا شما فکر نمیکنید که من از این امکانات بهتر است که استفاده کرده و اطلاعات درون تشکیلی جمع کنم چنان که اینها با دروغ و ریا، بله خب این کار انجام بدید بعد بیان مهمون ما باشید. لطفا به من بگید چطوری شما با بقیه افراد و سازمان ها که هنوز عضو شورای ملی مقاومت هستند برخورد نکرده و مسئول توهم ملت بدونید. والا من این سوال شما را متوجه نمیشم، ما با کدوم سازمان، با کدوم فرد شورای ملی مقاومت نشناخته برخورد کردیم؟ اگه نمیشناسیمش که خب اسمشو نمیگیم. اونایی رو که میشناسیم آقای فیلاوی، دوستان دیگه هستن که میگن ما ممبر، ما عضو نیستیم، خاک بر سرم، من فقط یک هوادار ساده هستم، اینا رو اسم میبریم. اینا هم شخصای حقیقی و حقوقی هستن، اگر ما اشتباهی کنیم اینجا میتونن یقمونو بگیرن، قانونن میتونن به همون نامه بنویسن. در صورت دوست عزیز لطف کنید یکم خلاصه تر و روشن‌تر برای من بنویسید. من آدم بسیار ساده هستم، این جملات به اصطلاح سخت و اینا رو متوجه نمیشم، ولی اون چیزی که شما میگید، شما هنوزم با آقای مهدی سامه هستید و از من میپرسید چجوری اطلاعات درون رو بیان بگید. ما نخواستیم کسی برای ما جاسوسی کنه، معمولا دوستانی که بودن اونجا مثل خانم بتول سلطانی که میگه من از عنفوان جوانی توی سازمان بودم و ایشون یکی از فعالای رده بالا بوده، به چی میگن گواهی خود سازمان ایشون آمده و چندین بار مهمان برنامه ما بوده فعالیت میکنه. منم به نوبه خودم ممنونم به شهامت ایشون، به شجاعت ایشون سر تعظیم فرود میارم و گفتم ای کاش دیگرانم وقتی آمدن بیرون نمیرفتن دنبال کار زندگیشون، حالا که جوانیشون رو تلف کردن اولا میمدن میگفتن که جوانای دیگه عمرشون تلف نشه. من این نامه شما رو نگه می‌دارم، برای خانم بتول سلطانی هم می‌فرستم و شما خودتون مستقیما با این دوستان تماس بگیرید، با کانون آوا تماس بگیرید. من اینجا فقط یک مجری ساده هستم که دوربین و میکروفون رو در اختیار خانم سلطانی می‌ذارم، هفته آینده در اختیار یه دوست دیگه. اگه شما هم مایل باشید که در برنامه شرکت کنید، وقتی کانون آوا بگه آقای ایکس یا خانم ایگرگ قرار مهمان برنامه باشه، من مجری اون برنامه هستم. در اصل ممنونم از توجهتون و تماستون، بیشتر ممنونم از خانم سلطانی که اجازه داد من صحبت کنم. بفرمایید خانم سلطان. خواهش میکنم آقای سربی، اختیار دارید و هر جا که شما میدونید و من خودم هم گفتم استقبال میکنم از نظراتشون و اینکه به هر حال حتما شما نظراتشون رو مطرح کنید یا اگر نامه یا هر چیزی رو صحبتایی که میشه دارن اونا ما رو روشن کنن، چرا که نه. یعنی اگر حرفی هست که ما داریم اشتباه میگیم و کسی مدعیه که چیز دیگه ای بوده، بیاد حتما کامنت بذاره و بیاد شرکت کنه و ما استقبال میکنیم. منم اصلا نمیخوام برای شما دست بستگی ایجاد کنم، حتما حتما مطرح کنید و صحبت میکنیم و این دو طرف هست. بسیار من بله داشتم میگفتم که دولت آمریکا و الان روی صحبتم با دولت ترامپ و در واقع من بیشتر میخوام آگاهی بدم به مردم ایران و به عنوان یک شاهد بگم که ما فراموش نکردیم، یعنی ما تاریخ رو فراموش نمی کنیم. ما اون زمان که کودتا صورت گرفت و اون بلا سر مردم ایران اومد رو فراموش نمی کنیم.
گذشته استثماری رو که دیگه به هر حال الان نمیخوایم باز بکشیم وسط. اون ایام استثمار و زمانایی که به هر حال امپریالیسم شکل گرفت یا نمیدونم حقوقی که از مردم از طبقه مستضعف و کم درآمد ضایع شد، ما به اونقدر بر نمیگردیم عقب. من برمیگردم به همین تاریخ عمر خودم و چیزی که در واقع تو تاریخ خوندم یا چیزی که اینجا الان داریم باش مواجه میشیم، که همین سالهای گذشته رو ما الان داریم بررسی میکنیم. موضوع بعدی که من میخواستم در واردش صحبت کنم، اجازه میدین تا شما اونو پیدا کنین من براتون بخونم چند تا از دوستان که اظهار لطف کردن، از جمله آقای منوچهر عبدی نوشتن: سلام خانم سلطانی، منوچهر عبدی از آلبانی هستم، خسته نباشید. دولت آمریکا دنبال منافع آلوده و آغشته به خون و نفت خودش مردم شریف ایران نیازی به پشتیبانی ترامپ ندارن و فرقه هم آب در هاون میکوبن. مردم ایران از سازمان مجاهدین تنفر بسیار شدیدی دارن. چون ایشون کلمه نفت رو استفاده کرده خب اشکالی نداره، ولی میگن وقتی کلمه خون رو میگید، مخصوصا خون جوانان ایرانی، کلمه آلوده رو استفاده نکنید، آغشته رو میتونید استفاده کنید، ولی خون این عزیزان پاکه و کلمه آلوده رو اشتباه نکنید. دوست دیگری که به نام جانم فدای ایران در فیسبوک هست نوشته: مجاهدین خائن به ایران و ایرانی بوده و هستند و زیر پرچم خمینی مزدور بودن و ما با اینها کاری نداریم و در آینده ایران هیچ جایی ندارند. آقای به نام آقای قربان‌علی حسین نژاد که قبلا هم در برنامه ها مهمان ما بودن، ایشون مترجم ارشد سابق سازمان مجاهدین و یکی از نزدیکان رجوی بوده، می نویسن که مریم رجوی عملا به نمایندگی از رژیم نزدیک که 2000 فرد سیاسی و روشنفکر انقلاب ایرانی را در آلبانی زندانی کرده. آنها زندانیان سیاسی هستند که مطلقا هیچ ارتباطی با دنیای بیرون ندارند. آنها در زندانی بدتر از زندان اوین به سر میبرد، زیرا زندان سیاسی اوین به اعتراف خود سازمان با خانواده هایشان و با دنیای بیرون و حتی با استفاده از تلفن و اینترنت ارتباط ندارن یا دارن، یه چیزی اینجوری. کانون آوا نوشته: سازمان مجاهدین یک سازمان سیاسی نیست، بلکه یک سازمان اطلاعاتی است. به خاطر همین هیچ وقت با دست باز حرکت نمی کند. از طرف دیگر خاصیت مخفی بودن این است که از جواب دادن در می روند. اگه لطف کنه کانون آوا کتابهایی رو که دوستان نوشتن اینجا لینکش رو بذاره تا دوستان در موقعی که وقت بیشتری دارن اون کتابا رو بخونن، ممنونم. خانمی به نام نیلا التمینی زیدان نوشتن: مرگ بر خامنه ای و سازمان مریم رجوی، هر دو خطرناک و قاتلن. آقای عبدی باز نوشته که: درود به خانم سلطانی. و این بار آقای قربان‌علی حسین نژاد نوشته: خنده‌دار است، هیچ سازمان و گروهی در شورای ملی مقاومت به جز سازمان مجاهدین وجود ندارد. این شورا موهوم است و فقط ویترین سیاسی سازمان مجاهدین است که به علت بی‌آبرویی نمی‌تواند اسم خودش را ببرد. تمام شخصیت‌های شورا منفرد هستند که بعضی‌ها زیر یک اسم حزبی و گروه خودشان را پوشانده‌اند. مثلا سازمان چریک‌های فدایی آنها جز مهدی سامه و همسرش کس دیگری نیست. من اضافه میکنم که مهدی سامه حقوق بگیر سازمان مجاهدینه و انجمن بازاریان فقط آقای مازندرانی است. هیچ تشکلی در شورای سازمان مجاهدین به جز خود این سازمان وجود خارجی ندارد. آقای مازندرانی هم اگه اشتباه نکنم یک کسی است که طرفدار سلطنت بود، با منم تماس گرفت اگه همون باشه، ولی این هم یک کمی شخصیتش به اصطلاح موهومه. خانم کبرا رشتی میگن: عرض سلام خدمت خانم سلطانی، درود بر شما و همه جدا شدگان از فرقه مجاهدین منافقین با کاراکتر مافیایی و تروریستی. آقای بهمن عظمی میگن: درود بر شیرزن قهرمان بتول بهمن عظمی در آلبانی. من دلیلی که اینا رو خوندم اینه که فیسبوک اگه نخونم بعدن دیگه نمیتونم پیداشون کنم و میرن بالا. اینم یکی از مشکلات فیسبوکه. از دوستانی که از کانون هستن یا از جدا شدگان هستن، خواهش میکنم جواب دوستان رو اگه سوالی هست روی فیسبوک بدن و با ما همکاری کنن در تهیه این برنامه. بازم از شما ممنونم خانم سلطانی. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. تشکر میکنم از همه کسایی که پیام گذاشتند.
حالا اسمشون همه یادم نیست، آقای منوچهر عبدی، آقای حسین نژاد، آقای اعظمی، خانم ارتمی گفتین مثلین که، و خانم کبرا رشتی. من از همه این دوستان که کامنت گذاشتن و در بحث ما شریک شدن تشکر میکنم. خانم اما جنسون هم سلام به خانم بتول سلطان. خواهش میکنم. در ادامه بحثی که داشتم، موضوع همین مواضع دولت آمریکا بود. زمان جنگ ایران و عراق، موقعی که در واقع این جنگ شکل گرفت، آمریکا با تمام قوا، با تمام تلاش خودش در واقع حامی دولت صدام در اومد و شروع کرد از صدام حمایت کردن. اون چیزی که در واقع برای اینکه اوج چیز خودشو، اوج در واقع حمایت خودشو نشون بده، به نشون بده، اومد یه هواپیمای مسافربری بود آقای سوربی با بیش از 200 سرنشین و نزدیک به 300 نفر، 290 خورده نفر رو که از قطر یا از شیراز داشتن به یه جای می‌رفتن به کشور عربی، مثل که زدن و گفتن ما اینو اشتباه گرفتیم با جت که اصلا امکان نداره. بله دقیقا همین که شما گفتین درسته. بیش از، من حالا تو چیزی که داشتم در واقع تحقیق میکردم که ببینم چند تا مسافر تو اون کشته شده بود، من چیز دقیقی، یعنی در واقع نزدیک به 300 نفر توی اون هواپیما که سرنگون شد، هواپیمای ایرباس بود فکر میکنم، بله بله، که این هواپیما رو سرنگون کرد آمریکا و در واقع فقط به خاطر اینکه نشون بده که جدی هست تو بحث حمایت از عراق و اینکه خب اون همه نفری که بیگناه، زن و مرد و کودک غیر نظامی که تو اون سرنگون شدن اون هواپیما کشته شدن، کی پاسخگوی اینا خواهد بود؟ و کسی که به این همه آدم بیگناه رحم نمی کنه و این کارو فقط برای این که نشون بده که جدیه تو بحث حمایتش از عراق، و بعد پای اینم نمی اومد که مسبب جنگ دولت در واقع ایران نیست و دولت آمریکاست، کما اینکه بعدها تاریخ ثابت کرد که مسبب جنگ کی بود، برای اینکه خود آمریکا بعدن تو مواضع داخلی که داشت، زمانی که صدام بعد از ایران بلافاصله رفت به کویت حمله کرد، اون موقع براش بهش ثابت شد که پس این وسط جنگ طلب دولت صدام بوده، و بعد از اون اصلا انگار نه انگار که این همه، این خود آمریکا بوده که در واقع دفاع میکرده از صدام و از عراق. اون موقع ما همه شاهد بودیم، من اون موقع خودم تو عراق بودم، زمانی که با هواپیماهایی که داشت و با تمام توانش اومد و حمله کرد به عراق و جنگ خلیج در گرفت، یعنی در واقع چیزی که مسبب بهانه ای شد برای سازمان که با استفاده از اون بازم فشار رو بر اعضا بیشتر کنه، بچه ها رو با اون بهانه برداره در واقع از مادرشون جدا کنه، که همون ایام بچه 6 ماهه منم از من جدا شد بدون اینکه خب به هر حال سازمان فکر کنه که این بچه مادرم میخواد. حالا به حاشیه‌هاش نپردازیم، دولت آمریکا این مواضعش بوده چیزی که ما در خاطر داریم، اونجایی که منافع خودش و بازی‌های سیاسی اقتضا کنه حمایت میکنه از عراق، و اونجایی که پاش میفته به همون عراق با تمام توانش حمله میکنه، و در عرض 30 روز دولت صدام رو دیدیم که خب به هر حال سرنگون کرد. آیا سوال اینجاست، آیا آزادی برای مردم، آزادی و امنیت و رفاه برای مردم عراق این به همراه داشته، یا فقط منافع خودش رو در واقع پاسخ گرفته و در واقع فقط فرمانروایی خودش رو داره به جهان و هر جا که بتونه فرمانروایی خودش رو داره ثابت میکنه؟ این یک نمونه بود. و نمونه بعدی از مواضعی که دولت آمریکا داره، موضوع خلیج فارس هست. خب به هر حال قبلا هم این صحبت ها گاهن جسته گریخته انجام شده، ولی آمریکا که تو مواضع خودش میخواد تاریخ رو تحریف کنه، چون تا اونجایی که همگی میدونیم و خوندیم تو تاریخ، این خلیج خلیج فارس بوده. اون موقع ترامپ اومده و مدعی این هست که این خلیج خلیج عربیه. بهتره که دولت ترامپ به جای
دلسوزی و دایه دلسوزتر از مادر برای ما ایرانی ها بهتر مواضع ضد ایرانی خودش رو تصدیق کنه. حالا توی این گیرودار و توی این در واقع مواضعی که دولت آمریکا گرفته و از طرف دیگه به هر حال از داخل هم خب یه سری اخبار و اعتراضات مردمی که در واقع از هفته گذشته فکر کنم این شروع شد، هفته گذشته پنجشنبه، بله از پنجشنبه هفته گذشته اعتراضای سراسری تو ایران شروع شد که از مشهد و نیشابور و کاشمر آغاز شد و کشید به شهرهای دیگه. این وسط خب به هر حال از اون طرف مواضع دولت آمریکا و از این طرف هم مطالباتی که مردم داشتن، چیزی که تو اخبارا مثلا ما میدیدیم یا مواضعی که سازمان مجاهدین یا مسعود رجوی مدعی اون بود، هیچ جا و توی هیچ اعتراضی ما شاهد این نبودیم که اسمی از این فرقه رجوی یا از اینا مطرح شد. ولی خب در سایت های اینا یا سیمای یک طرفه اینا، سیمای مداربسته اینا وقتی بریم نگاه کنیم میبینیم که تمام این در واقع اتفاقات و حوادث رو رجوی به سمت خودش در واقع نشون میده و گویی که این تظاهرات همه برای اصلا مریم رجوی بوده و برای این بوده که در واقع اینا برن ایران. یعنی واقعا خنده‌دارتر از همش. خانم سلطانی، من فکر میکنم شما یه مقداری با بغض و غرض صحبت میکنید. اجازه بدید بگیم اینا درست میگن، تمام تظاهرات برای اینا بوده. خب حالا سوال این میاد که چرا نمیرن؟ اگه یه جایی مردم وایسادن تظاهرات میکنن برای من باید دیوونه باشم که صبر کنم وقتی مردم تظاهرات نمیکنن برم؟ یه نفر گفت آقا برن تا ببینیم قسمت بزرگ بدنشون آیا گوششون خواهد بود یا نه. شما نگید اینا دروغ میگن، شما اتفاقا هی تشویق کنید، بگید که بابا اینا منتظرتونن، تو رو خدا بیاین برید، بلکه اینا بلندشن برگردن برن به ایران، دیگه تکلیفشون معلوم بشه ما هم راحت بشیم. در صورت من فکر میکنم شما یه مقدار اینجا مغرضانه صحبت میکنید. دوستان، تمام مردم ایران منتظر خانم رجوی هستن و مخصوصا آقای رجوی. از سازمان مجاهدین سوال کنید پس چرا نمیرید، پس چرا نمیرید به ایران؟ بفرمایید خانم سلطان. بله دقیقا، خب این طرفش هم هست و چه سوال خوبی هم شما مطرح کردید. خب همینجا ما میتونیم در یک اتفاق نظر واقعا این رو ازشون بخوایم که بفرمایین شما که یعنی واقعا اگر شما تبلیغات، مثلا من خودم این بعضا چیزای اینا رو میگیرم، یعنی این در واقع به اصطلاح سیمای آزادی، حالا چه آزادی، همون تلویزیون مدار بسته ای که فقط مسئولیتش و وظیفش فریب و گول زدن افرادیه که تو خود این سازمان هست، من بعضا نگاه میکنم. خب وقتی مثلا اینا جوری مطرح میکنن که آره واقعا، خب همین سوال باقی میمونه که اگه این جوریه چرا شما نمیرید. خب من پاسخ اینا رو پاسخشون هم میدونم چیه، چون اینا منتظر هستن که یه حمله ای از طرف دولت آمریکا صورت بگیره، دولت آمریکا حمله کنه تا مریم مهرتابان رو دوشه. حالا یه سری بدبختی که اونا میگن مثلا مریم مهرتابان رو دوشه قهرمانان، میرسونیمش به تهران، شعارشون اینه، تا منتظر این هستن. یعنی فقط اینو کاش که بیان علنا بگن که ما منتظر این هستیم تا یک وضعیتی، یک آب گلالودی ایجاد بشه تا این زوج تروریست شروع کنن به ماهی گرفتن از این وضعیت. خانم سلطانی، فکر کنم شما امروز اومدید اینجا که برای من دردسر درست کنید. من یه سوالی از شما میکنم. شما وقتی انقلاب شد جوان بودید، من نسبتاً مسنتر از شما هستم و از بینندگان سوال میکنم. دوستان، توی انقلاب ایران آیا همه مردم فریاد میزدن خمینی بیا یا همسر خمینی بیا؟ بعد از طرفی آیا کشوری سراغ دارید که درست مثل آمریکا و اسرائیل آمده باشن، ویدیو درست کرده باشن، وزیر به اصطلاح نخست وزیر یا صدر اعظم اسرائیل اینجوری بی شرمانه بگه ما حمایت میکنیم، یا
ترامپ بگه ما حمایت میکنیم، خب اینا که این کشورها ازشون حمایت میکنن، ایران هم که منتظرن، باز سوال دو برابر میشه، پس منتظر چی هستید؟ اون وقتا میگفتن اگه مرگ میخوای بلند شو برو عراق، این زمان جنگ بود ببخشید، البته بعد میگفتن اگه مرگ میخوای برو عراق، یعنی عضو مجاهدین باش بشین تا حالا یک کسی که بهش قبلا در زمان صدام ظلم کردی اون بیاد مثلا شما رو چلتا چلتا سیتا سیتا قربانی کنه. در صورت دوستان سوال بزرگ اینه، اگر اینها درست میگن چرا نمیرن؟ منتظر چی هستن؟ بفرمایید. بله، همین سازمان در ادامه اخبارایی که داشته یا مثلا برنامه های خبری خودش، یه پیام هم از طرف مسعود رجوی در واقع این پیام رو صادر کرده، یعنی این پیام رو توضیح کرده، که توی این پیام در واقع یه قسمتش مریم رجوی گفته تنها راه خلاصی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرنگونی هست. یعنی کسی که مریم رجوی که خودش اعضای خودش در داخل سازمان از مینیموم های در واقع امور رفاهی و سلفی برخوردار نیستن، و وقتی که من یادم هست وقتی که مثلا ما مطرح میکردیم که چیزی رو احتیاج داریم یا نیروهای تحت مسئولیتمون از مسائل درمانی یا ناراحتی های جسمی رنج میبردن، و همین الان بسیاری از نفرات توی آلبانی اینا نیاز به رسیدگی دارن و نیاز به درمان دارن. کسی میاد مدعی این میشه و مدعی مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی مردم میشه که خودش نشسته تو فرانسه و از بهترین امکانات، گرونترین لوازم بهداشتی و آرایشی و جراحی و همه چی و ضیافتاش، یعنی ضیافتهای آنچنانی که هر چند وقت یک بار میده یا هزینه هایی که خرج لابیاش میکنه، اونها به یه طرف افراد خودش از مینیموم ها، یعنی واقعا آقای سربی من اگر از فشاری که این بچه ها به لحاظ همین اقتصادی اتفاقا و به لحاظ همین رفاهی یعنی درمانی چیزایی که مشکلاتشونه واقعا بخوام برای شما بگم به صورت فاکت و نمونه، مثلا یکی از بچه ها بود، خب این سرطان داشت یا یه سری از داروهایی رو این باید استفاده میکرد و به این میگفتن که تو بورژوا در واقع بورژوا طلب هستی تو و تو باید انقلاب کنی، یعنی به مریضی که بایستی تحت درمان قرار بگیره و تحت رسیدگی های پزشکی قرار بگیره بهش میگفتن که تو باید بیای انقلاب کنی و باید فاکت بخونی و ضد بورژوازی انقلاب کنی در خودت و پروژه کن اینو بیار بخون. بعد از این طرف مدعی هست که مردم ایران از مشکلات اقتصادی رنج میبرن و گرونی و نمیدونم مسائل دیگه، اینا رو بهانه‌ای کنه برای اینکه بخواد در واقع حرف خودشو بزنه. خانم رجوی بهتره به جای این کارها و به جای این پیام‌ها به مسائل داخل فرقه خودش رسیدگی کنه و افرادی که هنوز در فرقهش زندانی هستن و اونا رو اجازه نمیده که از چیزای خودشون در اتاقای خودشون تو همون اوورسوربات زندانیشون کردن. خانم سلطانی، دوستان آمدن و پاسخ میدن. خانم اما جنسون میگه که آقای سربی، نیروهای داخلی فرقه رجوی با ارتش داخلی فرقه رجوی هنوز فرش قرمز پیدا نکردن که پهن کنن که مسعود و مریم رجوی بیاین، یعنی مشکلشون فرش قرمزه. یادم میاد به زمانی که حخا آمده بود و اون هم مردم رو چند سبایی با دروغهای بزرگ خودش مشغول کرد، میگفت که من وقتی میرم به ایران که سپاه ریش و سیبیلشو بزنه، بعدن اون آقای فاضلی و اینها که اومدن بهش پیوستن شرط بعدیش هم این گذاشتن حالا ریش و سیبیلشون میزنن یکم ماتیک سرخاب هم بکنن. من فکر کنم کم کم این آقای رجوی و مریم هم شرایط اینجوری میذارن بعدن برن اونجا. آقای حسین نژاد میگه 25 سال پیش در اشرف این شعر را دست جمعی میخوندیم،
دوستان دقت کنید، 25 سال پیش همه جا عطر و بوی مریم، دلمان شاد و خالی از غم، ای خدا امسال سال آخره. 25 سال پیش اینا میگفتن امسال سال آخره، ولی خب میگن حرف مرد یکیه، امسال هم میگن سال آخره. هر سال در این 25 سال میگفتن سال آخره و هر سال هم شعر رو میخوندیم، ولی کسی حق نداشت بگه سال گذشته شما گفتید سال آخر بود، پس چی شد؟ اینم از این. و خانم آقای احسان بیدی میگن که یکی از اعجاز انقلاب تخم مرغی در این بود که مسعود رجبی کفن پاره کرد و به صحنه آمد و این بیانگر حیله و نیرنگ مریم رجبی است که سر به زنگا مسعود رجبی صاحب زمان دوزاری چطور از قبر سر برمی‌داره. آقای منوچهر عبدی نوشته خانم سلطانی مریم قجر شهوت قدرت سیری ناپذیری داره و سودای حکومت به ایران را دارد، به جای این توهمات ذهنی به فکر افرادی باشه که روزانه از فرقه در حال فرار هستن. از یکایک دوستان ممنونم، باز هم از شما عذر میخوام که حرفتون رو قطع کردم، بفرمایید خانم سلطانی با شماست. خواهش میکنم. نه اختیار دارین، گفتم هر جایی که چیز هست صحبت میکنن دوستان بفهم بگید. خب برمیگردم به بحث داخل همین مناسبات سازمان و اینکه مریم رجوی باز هم توی این فرصت طلبی، یعنی اینا یکی از ویژگی های بسیار برجسته این زوج تروریست همین فرصت طلبی شده، یعنی به هر حال خب از طرفی هم باید نسبت بهش یعنی حساس بود، به خاطر اینکه میگم ما اون زمان موقعی که فرزندای ما رو اینا این سازمان از مادراشون جدا کرد و به خارج فرستاد، اون موقع در واقع در تدارک این بود که اینا رو نذاره برن وارد جامعه بشن تا با کشوندن اینا دوباره داخل مناسبات خودشون بتونه از اینا باز هم سوء استفاده کنه. من امروز از این فرصت در واقع استفاده میکنم و همین سیاست فرصت طلبی و میوه چینی و آماده خوری و مفت خوری که در واقع این زوج تروریست توی همه این سالها داشتن رو اینجا باز یه مقدار باز میکنم و یکی از پدیده بسیار تأسف انگیزی که خب بوده تو سازمان همین بچه‌هایی هستن که الان شما یه اشاره‌ای هم کردین، انجمنایی که به هر حال هست یا نمیدونم بچه‌های ما، به نوعی میشه گفت بچه‌های ما. من فکر کنم توی یک نوبت مردم تیوی بود، یکی قبل از این بود که در واقع از انجمن زنان هفته گذشته خانم ها همیرا محمد نژاد و خانم زهرا معینی اومدن صحبت کردن، دفعه قبل ترش ما سه تا اومدیم صحبت کردیم و من اونجا میخواستم به این موضوع اشاره کنم، به این موضوع فرصت طلبی از آب گلالود ماهی گرفتن مسعود رجوی، که این دفعه با این موضوع افتاد روی همدیگه، یعنی با این موضوعی که به هر حال این اعتراضاتی که صورت گرفت، اعتراضات مردمی که اتفاق افتاد و مطالباتی که مردم در واقع از دولت ایران دارن و مسائلی هست که خب اونجا در جریانه. من به هر حال خودمم نمیخوام به عنوان کسی بخوام جا بزنم یا پوز اینو بدم که نمیدونم کارشناس مسائل چیز هستم، چی میگم آزادی برای نمیدونم داخل، یا بخوام نماینده اون مردم، چون کسی که من معتقدم که مایی که در واقع نیستیم تو جامعه نمیشه که ما بیرون از گود بشینیم و بگیم که مردم اینجوری کنن اونجوری کنن بیان تو خیابون. یعنی مثلا من خوبه همین جام آقای سوربی به این اشاره کنم که به هر حال من خودم یه جورایی به این موضوع، یعنی به این موضوع که بیام خارج دنبال خوشی و خوشگذرونی خودم باشم، ولی خب در این حالم نسخه هم صادر کنم برای مردم ایران که آی شما اینجوری کنید اینجوری کنید، الان بیاین تو خیابون، الان جای گرم و نرم روی مبل مثلا
افراد نشسته، همون خانم مریم رجوی یا همون دار و دسته فرقه رجوی گرفته تا خیلی کسایی که پوز مبارزه میدن. من به هر حال کاری ندارم و این وسط نمیخوام چیز کنم، کسی رو خراب کنم یا که در حیطه کسی دیگه وارد شم. من در رابطه با خودم میگم که با توجه به این که من 20 سال عمر و جوانیم رو به دور از ایران، به دور از جامعه ایران، بازم میگم دچار یه، یعنی در واقع یک انقطاع تاریخی اتفاق افتاده. من نمیتونم برای الان جوانای مردم ایران یا برای مردم ایران نسخه بپیچم که الان این اعتراضات مردمی رو چجوری پیش ببرین یا چیکار کنید، یا بخوام پوز مبارزه با رژیم بدم یا از این قبیل کارهایی که به هر حال من همه عمر و جوانیم، 20 سال عمر و جوانیم در فرقه رجوی گذشته و اونجا در واقع یه جورایی میشه گفت متخصص ترفندهای فرقه رجوی شدم و میتونم فقط خیلی خوب برای هر کی بخواد باز کنم که رجوی چجوری مشروع میکنه، آقای سلمی چجوری مشروع میکنه در فرقه خودش تجاوز رو، یعنی تجاوز به همسران یارای خودش رو چجوری مشروع میکنه که زن و مردا از هم طلاق بگیرن و این حق رو چجوری به خودش برای خودش میده، این حق رو مشروع میکنه که چگونه خواهر و برادر، همین بچه های همین آقای حسین نژاد و دخترش که در یک پایگاه هستن ولی اجازه ندارن با همدیگه دیدار داشته باشن، چجوری مشروع میکنه برای افراد خودش که درخواست پزشکی و درخواست اقتصادی نداشته باشن. یعنی مثلا شما ببینید، من اون موقعی که همین فرزندم به دنیا اومده بود در پایگاه های سازمان، کسی که بازم برمیگردم به همین پیام رجوی، پیام مسعود رجوی یا پیام مریم رجوی که مدعی این هستن مردم ایران از مشکلات اقتصادی دارن رنج میبرن، یا هر کی، اگه هر کی اینو بگه بهتره که مسعود رجوی و مریم رجوی مدعی این نباشن و به اصطلاح دهنشون رو در این رابطه ببندن و کسایی که خودش به سر اعضای خودش، به سر اون همه بچه و به سر تمام بچه های ما بلایی که آورده که هنوزم ادامه داره و الان موضوع صحبتهای من هم هست، بهتره که اونا هیچی نگن و سکوت کنن، کسی که خودش اینجوری هست داخل مناسباتش. من یادم هست که اون موقع به هر حال بچه کوچیک داشتم و خب این بچه من به خاطر مسائل و مشکلاتی که تو سازمان وجود داشت و هیجانات و استرس فوق العاده زیادی که اونجا بود، من شیر نداشتم که به بچه بدم و شیرم کم بود. بعد وقتی که درخواست میکردیم از این فرقه یا مثلا میگفتیم که اینجوریه، باورتون نمیشه آقای سربی، من اینو میگم برای مردم دارم میگم و برای هوادارایی که هنوز چشم بسته به خاطر نمیدونم ریشی که گرو دارن یا به خاطر مسائلی که به هر حال وجود داره و هنوز دنبال روی این فرقه هستن یا هنوز چتر اینا دستشونه، یعنی هنوز این چتر رو دور ننداختن و همچنان اون کاری رو میکنن که این رجوی میخواد، اینا یک چیز توجیهی گذاشتن برای همه مادران، یعنی همه مادران رو جمع کردن از جمله خود من و در واقع خیلی تند این خانم اون موقع سوسن عذرا علوی طالقانی بود اون موقع از خانمای مسئولشون، ما هم البته اون موقع نسبتاً چیز نبودیم، یعنی در واقع عضوم نبودیم، رده‌ای داشتیم هنوز، ولی با این حال این اومد همه کسایی که مادر بودن در هر سطح و رده‌ای رو جمع کرد و شروع کرد به پرخاشگری و فحاشی که شما زنای مخیمه هستید، شما نمیدونم چی هستید چی هستید، حالا در ازای چی، در ازای کمترین چیزی که از اینا خواسته شده بود، یعنی مثلا اینکه خب بچه گرسنه است یا اینکه مثلا چیکار کنیم برای این بچه ها، یا کوچکترین درخواستایی که مثلا ما داشتیم برای بچه، یا مثلا
اون موقع اینا مدعی این شده بودن که مثلا در حالی که هیچ کسی که معذرت میخوام کهنه برای بچه نمیذاش، اینا میگفتن کهنه بذارید برای بچه ها. اون یعنی کلمه ای که گفتید چی بود؟ چی کلمه به خانوما چی گفت؟ مخیمه. من نمیدونم این مخیمه مثلا از کجا در میامد، یعنی ولی اینو وقتی میگفتن ما یه جوری و با یه لحنی به ما میگفتن که مثلا ما احساس میکردیم بالاترین گناه رو مرتکب شدیم. یعنی همه به عنوان توهین ازش استفاده میکردن؟ به عنوان توهین. و واقعا فحشایی که اونجا دادن، من اینجا به خاطر یه سری مسائل اخلاقی اصلا درست نمیدونم بخوام اون فحشایی که اونجا اینا استفاده کردن و یعنی همین به اصطلاح خواهر سوسن، همین خواهر عذرا علوی طالقانی و یکی دو تای دیگه شون که اومدن این جلسه رو برگزار کردن شروع کردن به فحاشی. اونا مثلا اون موقع مسئولای ارشد ما محسوب می شدن، شروع کردن به فحاشی که شما چی هستید، شما باید ضد بورژوازی، همین ضد بورژوازی، حالا چیز کنید، با خودتون بجنگید، شما این درخواستا و چیزایی که شما خواستید اصلا معقول نیست تو ایران. توی یک بعد یه فیلمی هم نشون دادن که تو این فیلمه اصلا انقدر مونتاژ شده بود این فیلم و انقدر ساختگی بود که یه پدری در اثر به خاطر اینکه شیر نداشته برای بچهش بخره، بچه رو زده تو داروخونه زمین. بعد این فیلمو برای ما گذاشتن که آره نگاه کنید چه جوریه ایران. بعد دوباره بعد از اون دوباره 2 ساعت توجیه و این هر روز یک هفته تمام به خاطر یک کوچکترین درخواستی که مثلا کرده بودن مادرها، یا مثلا من خودم کوچکترین درخواستی که کرده بودم راجع به مثلا اینکه شیر کمه، شیر خوش کمه و من شیرم کافی نیست، یا مثلا درخواست پوشک کرده بودن برای بچه مادرها که با بالاترین توهینا و بحثا اونجا تهاجم کردن به مادرها و به اینا که شما نگاه کنین داخل چجوریه، ببینین تو ایران چجوریه وضعیت، و شما دیگه هیچی نگید، شما فقط یک وظیفه دارید، اونم اینه که جونتونو تو این راه فدا کنید، فقط همین، هیچ اجازه دیگه ندارین. بچه ها هم بچه های شما نیستن، بچه ها بچه های مسعود و مریم هستن و شما فقط این وسط یه واسط و نماینده‌ای هستین که دارین اینا رو نگهداری می‌کنین. هیچ حقی به شما ندارن، اصلا می‌خواین همه‌شون از گشنگی همینجا دونه به دونه بمیرن. یعنی من واقعا وقتی که این چیزا تو ذهنم میاد یا مرور می‌کنم این مواردی که تو سازمان اتفاق افتاده، برای دونه به دونه موارد، حالا از اونجا بچه بگیر تا مسائل دیگه، که اصلا انقدر ما اونجا ناراحت شدیم و انقدر تحت فشار قرار گرفتیم که و به خودمون سرزنش کردیم که مثلا کاشکی که ما میمردیم، کاشکی اصلا مادر نمیشدیم، این چه وضعیتیه. یعنی اونقدر اینا اونجا سرکوبی کردن و فحش و فضیحت کردن در رابطه با اینکه چرا شما چنین مطالباتی داشتید، حالا چنین کسی که خودش تو اون موضع. و بعدم خب به هر حال دیدیم که اینا با سوء استفاده از وضعیت منطقه و اینا اومدن بچه ها رو بدون مادراشون برداشتن از اونجا خارج کردن از در واقع عراق. و بعد اینا رو نه این که فکر کنید، یعنی اینا واقعا قربانیان قربانی هستن، یعنی اینا صحنه‌ای دارن و وضعیتی این بچه ها دارن و هنوز این جریان ادامه داره و سوء استفاده های سازمان از اینا تمومی نداره، که امیدوارم من امروز بتونم تو فرصتی که باقی مونده، یک ساعتی که هست در ادامه، من بتونم یه خورده به این وضعیت این بچه ها بپردازم و بلایی که سازمان بر سر اینا آورده و هنوز داره میاره و اینا رو در واقع به نوعی اینا رو به دنبال خودش داره میکشونه و از اینا هنوز که هنوزه داره سوء استفاده میکنه. کسایی که الان سنشون رسیده به 30-25 و همچنان سوء استفاده سازمان از اینا ادامه داره. من در ابتدا وضعیت بچه های خودم رو بهش اشاره میکنم که اون موقع وقتی که اینا رو سازمان آورد، اینا رو نیورد که به عنوان بچه هایی که
بی سرپرستن یا به عنوان علارغم اینکه پولشو از کشورهای مثل همین دولت آلمان یا کشورهای مختلف علارغم اینکه پول اینا رو میگرفتن، اما این پول برای خود این بچه ها هزینه نمیشد. این پول سازمان خرج کارهای خودش میکرد و این بچه ها رو وقتی که آورد به صورت پانسیون اینا رو عمدشون رو تا اونجایی که میتونست به صورت پانسیون نگهداریشون کرد و اینا خب همینجور بزرگ میشدن. تا اینکه من یادمه یه بار اومدن به من گفتن که شما باید یک چیزی بنویسی و بگی که در واقع این بچه تو نیست. و از طرف دیگه هم توی چیزای پرسنلیشون من میخوندم که نوشته بود که مثلا منو نوشته بود یک بچه، بعد به من گفتن که تو اصلا یه بچه داشتی. من گفتم مگه میشه مادر چجوری نمیدونه که یه بچه داره یا دو بچه داره؟ من دو تا بچه داشتم. حالا به هر حال اگه که هر چی شده یا هر اتفاقی افتاده هر چیزی شده به من بگید. بعد سازمان در واقع اینجا چیز کرد، گفتش که خب آخه یعنی در واقع اشتباه چیز خودشونو که به وجود اومده بود، اشتباه خودشونو که به وجود اومده بود اینجوری چیز کردن که خب پس ما هیچ چیزی از یعنی هیچ وقت نگفتی که بچه دیگه ای هم داشتی. گفتم ولی من همیشه دو تا بچه داشتم، یعنی دو تا بچه به دنیا آوردم. بعد که من از تو فرقه اومدم بیرون متوجه شدم که یکی از بچه هایی که یعنی بچه کوچیکم در واقع پسرمو که آورده بودن اونقدر به اون خانومی که مسئول نگهداریش بود فشار آورده بودن که تو بچه یکی از مسئولین دستته، هر روز باید بیای تظاهرات ما، انقدر به اون فشار آورده بودن که این خانوم هم دیگه خسته شده بود و گفته بود که من دیگه اصلا بیا نمیخوام این بچه رو نگه دارم. یعنی علارغم اینکه اونجا در واقع به من قول داد که از بچه نگهداری کنه و بین ما دوتا در واقع گفته بودن یکیتون میتونه بره و این خانم از شب تا صبح گریه کرد و گفت که بچه من مریضه، حالا که امکانش پیش اومده اجازه بده من با بچه‌ام برم. که اون موقع من گفتم باشه تو همراه بچه منم ببر و اونجا به من قول داد که از بچه من مثل بچه خودش نگهداری کنه تا موقعی که من از پیش فرقه بتونم بیام بیرون یا فرار کنم یا هرچی. این قولی بود که بین ما بود. ولی بعد از اون سازمان اونقدر به این خانم فشار آورده بود که بیا تظاهرات نمیدونم، خب اینم علاوه بر یه بچه کوچیک همسن بچه من داشت و دو تا بچه دیگه هم داشت. ولی امیدوارم که در هر حال صدای منو تو این قسمت از بحث که اونجا نبوده بشنم، که بعد دیگه به هر حال به اینا همه توی خود سازمان گفتن آره اینا بریده ها هستن و کسایی هن که اینا نمیتونن و توان مبارزه ندارن و پی زندگی عادی میخوان برن و اینا بریده ها هستن، که اینا را در واقع اون موقع فرستادنشون رمادی به غیر از یه سری که مثلا اون بچه هایی که به اصطلاح خود اونا بچه های مسئولین سازمان بودن اینا رو یه خورده سازمان بازم به خاطر منافع خودش که بعدن در نظر داشت اینا 12 سالشون شد 14 سالشون شد دوباره از اینا سوء استفاده کنه و اینا رو برگردونه یه جورایی ازشون بیگاری بکشه یا سوء استفاده کنه، این جور تیپا رو یعنی این نفرات رو یه خورده چیز میکرد، حمایت میکرد تا جایی که به منافع خودش در واقع به خاطر منافع خودش. در غیر این صورت افراد راهی زندانهای ابو غریب شدن و بدترین و شدیدترین وضعیت ها خیلی هاشون مردن که اصلا خبر الان ازشون نداریم و از بین رفتن و بعضی هاشون تونستن در واقع این بچه ها رو بیارن که دوباره سازمان تو کشورهای خارجی تو همین آلمان و کشورهای دیگه اومد سر راه اینا قرار گرفت و اینا رو جنگ. خانم سلطانی دوستان نوشتن که واقعا چه ظلمی اینها به مردم کردن، هیتلر دوم بودن. این آقای علی هوشپر نوشته. ضمناً یه نفر اومده بود اینجا فحاشی میکرد، دوستان هم گفتن که لاتها و چماغدارهای رجوی را بیرون بیندازید. من این کارو کردم و آقای حسین نژاد توضیح دادن اون کلمه رو که من اینجا مخمه شنیدم، اولیا مخدره گویا میگفتن که توی عربی معنی بانوی والا میده، ولی توی فارسی وقتی میخوان یک کسی رو مسخره کنن
میگن اولیا مخدره، این اینجوریه. در اصل ممنونم از ایشون که با توجه خودشون و با این که این دو زبان رو کامل میدونن ما رو یاری کردن. بله بفرمایید. و دوستونم اینجا نوشته من شاهد بودم که چطور اون بچه ها را اذیت میکردن و سر دولت ها را کلاه میگذاشتن. خانم زهرا معینی میگن میدونید که دوستان در کشورهای اروپایی برای این بچه ها یه چیزی هست به نام کیندر گرل، مخصوصا توی آلمان این معروفه که وقتی شما میگید اینا به صورت پانسیونی زندگی میکردن، یعنی یه پولی هم از این بابت اینا به دست میآوردن. یعنی وقتی شما 10 تا بچه رو داشته باشی پولش از دولت بگیری و بعد اصلا این میشه یه منبع درآمدی. و میشه من از شما سوال کنم رابطه افرادی مثل شما که از بچه ها جدا شدین الان با فرزندانتون چیه؟ اگر این براتون مشکل نیست که پاسخ بدین، یا اگه مایل هستید که پاسخ بدین بفرمایید. من توی ادامه همین صحبتام اینم هست، یعنی چون هم من از یه طرف به عنوان یک شاهد زنده و به عنوان یک قربانی اتفاقایی که برای بچهای خودم یا برای خود من افتاده رو اینجا مطرح میکنم و هم وجه عمومیش و از طرف دیگه اتفاقی که برای در کلیت قضیه، یعنی در کلیت قضیه بلایی که سر این بچه ها آوردن و هنوزم ادامه داره اونم باز مطرح میکنم. در رابطه با سوال شما، در حال حاضر من خب ارتباط دارم با بچه هام، نه اینکه ندارم، ولی خب سازمان تو رابطه با بچه های من در واقع چیزی که اتفاقی که افتاد، اتفاقایی که افتاد یا کارایی که کرد در واقع به یک، الان خیلی به درازا میکشه، من میخوام مثلا الان تو یک جمله نمیشه جوابش داد. همین که شما در تماس هستید خیلی خوبه، ما خوشحالیم. این سوال آقای جورج هم بود، ضمناً خانم مریخ کتبه‌ای مرادی که خودشون هم برنامه‌های تلویزیونی دارن و خیلی هم فعال هستن، ایشون نوشتن من هم در زمان پناهندگی در شهر کل شاهد برخوردهای بد در حایم کودکان محل نگهداری مجاهدین بودم. یعنی تایید میکنن گفته های شما و مینویسن که بچه های اونها هم بسیار ناآرام بودن. خود ما هم توی آمریکا شاهد بودیم که چند تا از این بچه ها آمدن به اینجا رسیدن، بعضی از اونها حتی کانون خانواده فامیل و دوستان اینجا هم به هم ریختن، چون ناآروم بودن، نگران بودن، تو محیط ترس و وحشت بزرگ شده بودن و متاسفانه نمیتونستن تو یک محیط به اصطلاح آرامی مثلا آمریکا و مدرسه و خانواده و اینها زندگی کنن و مشکلات زیادی بود. امیدوارم که اونها هم بتونن برای خودشون به اصطلاح یه راهی پیدا کنن که اون گذشته نتونه به اصطلاح آیندهشون رو خراب کنه و بر اساس اینکه گذشته رو اونجوری پشت سر گذاشتن حداقل بتونن امروز از این اوضاع استفاده کنن و آینده خوبی رو برای خودشون درست کنن. بفرمایید. من حتما تو پروسه تو ادامه صحبتام سوالتون رو جواب میگیرید، ولی خب من همون برمیگردم به اون قسمتی که در واقع اینا گفتن که بچه ها رو، یعنی گفتن ما همه رو نمیتونیم بفرستیم، بعد انگوش شمار کسایی که، یعنی بچه هایی که مثل بچه مشیر خاره بود یا مثلا بچه های دیگه اومدن یه سری رو خودشون به صورت انتخاب کردن و اینا رو فرستادن. بعد این بچه ها، هدف سازمان از این بچه ها سوء استفاده از این بچه ها و اخاذی از دولت‌های اروپایی در رابطه با این بچه ها بود، یعنی با استفاده، با محمل قرار دادن این بچه ها، چون اون موقع حتی آقای صاحبی مثل الان هم نبوده. یعنی مثلا من الان کسایی که از مادرای همین معمولی، نه که هوادارای سازمان، کسایی که اینجا، ایرانیایی که اینجا ساکن هستن، مثلا من میپرسم دولتایی که مثل همین دولت آلمان که سوسیال، به صورت سوسیال هستش، یا کشور سوئد، هلند، اینا مثلا بابت اون بچه و نگهداری بچه خیلی اینا اخاذی از دولت از یک طرف و بعد تحت پوشش انجمنای خیلی بازم از در واقع از دولت، بازم از اشتات اینجا میگن، یعنی از شهرداری، بازم پولای خیلی هنگفتی رو اینا گرفتن بابت اونا. ولی اینجا سازمان در واقع با یک طراحی اومد به این صورت مادرها رو از بچه ها جدا کرد و بعد جالب بود که بعدش اومدن به ما، یعنی به مایی که اونجا به عنوان یه مادر اومدن گفتن که آره
کسایی که رفتن همه دارن تو سطل آشغالای رمادی نون میخورن و بدبخ شدن و قوم نفرین شده هستن اینایی که رفتن و اینایی که خیانت کردن خوک و خنزیر شدن و یعنی یک سری چیزای اینجوری استفاده کردن و ما یعنی در واقع به ما اینجوری فهمودن که اگر بخواین برین تو جدا بشین از سازمان و اونایی که رفتن الان همه تو رمادی معذرت میخوام دارن بهشون سربازای عراقی تجاوز میکنن، از گشنگی دارن از تو سطل آشغالا من باید زباله نون میخورن، بریده مزدور و خائن کثیف. خب ارتباط ما هم که با اونا قطع، ما هم که واقعا نمیدونیم اونا الان دارن چیکار میکنن. بعدم به ما گفتن اصلا فاتحه بچه هاتون رو بخونین، تموم شد و رفت. اونا چیز شدن، فقط خدا بهشون مگه اینکه کمک کنه بود دیگه، اونا فرزندای مسعود و مریم هن و دیگه اگه بتونن که ما دیگه میگن از مرگ میگیرن که به تب طرف راضی میشه، ما دیگه گفتیم پس خدا کنه فقط سازمان بتونه این بچه ها رو ببره خودش یه جوری نگهداری کنه. بعد نمیدونم افراد خائن شدن دونه به دونه، همین کسایی که الان بعضیشون سنگ سازمانو به سینه میزنن و نمیدونم چه ریشی گرو دارن که هنوز طرفدارشون هستن، از اینا به عنوان خائنین و مزدورا و کسایی که نمیدونم خوک شدن و خنزیر شدن و بریده شدن به رهبر خیانت کردن، از اینا اومدن به عنوان اینا برای ما گفتن. من حتی اون موقع یادمه اومدن یه نمونه رو مثال زدن از کسی که به هر دلیلی که من الان واردش نمیشم چون بحثش مفصله در هلند خودکشی کرد، که این در واقع همسر سابق آقای کریم حقی بود. این کریم حقی و همسرش اون موقع از سازمان جدا شدن و اومدن به کشور هلند. محترم بابایی اسمش بود. این خانم محترم بابایی خودکشی کرد. حالا اینکه دلیل خودکشیشون فشارهای سازمان بوده، هرچی بوده، من الان وارد این حاشیه تو بحث این بچه ها نمیشم و میپردازم به بحثی که اونجا برای من مادر میکردن، چون من خیلی دلم میخواسته که یه وقت فرصتی بشه که من بتونم بیام این بحثی که سازمان اونجا چجوری با ما برخورد میکرد و چجوری در واقع سوء استفاده خودشو میکرد اینجا بکنم. گفتم هم که روی صحبت من بیشتر اعضایی که هست که هنوز اونجا گرفتارن که به ما انگیزه میده برای نجاتشون، و از طرف دیگه کسایی که ناآگاهانه و از روی نادانی هنوز دارن گویی که این سازمان رو نشناختن و این فقط میخوام واسه اینا روشن بشه. بعد اینو اومدن به عنوان یک نمونه برای ما مطرح کردن که این خانم بابایی هم اونجا آره به خاطر خیانتی که کرد و کسی که هر کی که از به ما خیانت کنه و به مسعود پشت کنه یا خودش خودشو میکشه یا که بالاخره شرایط و اینا و خدا دست خدا ببینی که از آستین کی بیرون بیاد که این اتفاق براش بیفته و خلاصه از بین بره و جرم سزای خیانت خودشو ببینه. اون موقع اینو در واقع با این زنده یاد که من از همین جام براش آرزو میکنم که انشالله در اون دنیا روح آرومی داشته باشه و خدا بیامرزتش، اینو اومدن اونجا برای ما مطرح کردن که آره صحنه اینجوریه و از یه طرف اینجوری برای ما چیز کردن، از یه طرف حالا شما ببینید مکاری و حیلگری رجوی رو ببینید، از یه طرف اینجوری برای ما جا انداختن که ما اصلا گفتیم امکان نداره، مثلا من خودم میگفتم امکان نداره که آدم بخواد از این فرقه جدا شه یا فرار کنه یا بره بیرون یا هرچی، یعنی از یه طرف اینجوری برای افراد و اعضاش جا میداد، از طرف دیگه باورتون نمیشه اومدن یک سری فرما دادن به ما که بیاین این فرما رو امضا کنید یا برید پیش بچه هاتون، یا طبق این فرم، یه فرم از پیش آماده بود که طبق این فرم می نویسی که من خودم آگاهانه مبارزه را انتخاب کردم، خون فرزند من رنگین تر از خون هزاران هزار کودکی که در ایران از گرسنگی می میرن یا زیر ظلم و ستم آخوندی از بین می روند از آنها رنگین تر نیست، من آگاهانه و داوطلبانه اختیار میکنم که در رکاب مسعود رجوی باقی بمانم و بر سر فرزندم هر اتفاقی که برای فرزندم میفته خونش رنگین تر از خون اونا میست.
یعنی شما ببینید حق بازی و مکاری یک فرقه رو نگاه کنید که چجوری از اون طرف به ما اومد اینجوری گفت و از این طرف کاغذها رو گذاشت آماده که ما امضا کنیم که فردا اگه هر کی گفت بگه بفرما خودت خواستی، اینم نامت، اینم تعهد نامت. خانم سلطانی، من این چیزایی که اینجا دوستان می‌نویسن واقعا خیلی متاثر میشم و نمیدونم بخونم یا نخونم، چون یکی از اونها خانم زهرا معینی است که من ایشون رو اصلا میشناسم، باور دارم. ایشون نوشته که هواداران سازمان به بچه‌ها تجاوز کردن، این مورد در آمریکا اتفاق افتاده. خانم مریخ مرادی میگه که در خیابان‌های نزدیک محل هایم پناهندگی کودکان مجاهد بود و در تردد و رفت آمد زنان بی ادب و خشن محجبه در خیابان‌ها سر این کودکان داد می‌زدند و بچه های اون هایم بسیار ناآرام بودند. بعد باز ایشون میگه که و بسیار بدرفتاری میکردند با تحقیر در محله سولشتوکولن. در صورت من از دوستان میخوام که این بحث رو روی فیسبوک ادامه بدن و ضمناً به شما تبریک میگم، امروز بینندگان فیسبوک بیش از 5490 تا حالا هستن و احتمالاً شما رکورد برنامه های من و برنامه های دیگران رو شکستید و به شما تبریک میگم. و این هیچ چیز نیست به جز اون مسئله که میگن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند، مخصوصا وقتی یه مادری از فرزندانش صحبت میکنه. من یه بار دیگه به شهامت و شجاعت شما واقعا تبریک میگم و امیدوارم دیگران هم مثل اون دوستمون که از نروژ یا بلژیک بود یادم میره نوشته بودن، اینها هم قدم جلو بذارن و هرچی شماها بیشتر بگین و صداتون رو قوی کنید، بعد این افتضاح این فرقه بیشتر معلوم میشه. بازم از شما ممنون خانم سلطانی. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست. بله، من تشکر میکنم از خانم زهرا معینی و همین خانم مرادی که نقطه نظرات خودشون رو در میون گذاشتن. و برمیگردم به بحث مکاری و حیله‌گری سازمان و ترفندی که در واقع به کار برد و مکاری و حق بازی که اونجا در واقع انجام داد به روی ما مادرها، چون به هر حال بحثای متفرقه یا تو زمینه‌های مختلف شده، ولی من خودم احساس میکنم هیچگاه کسی نتونست ما مادرهایی که به هر حال اونجا گیر کردیم، یعنی یه جورایی تو فرقه گیر افتادیم و هنوزم خیلی هاشون هست که من میدونم اینا به هر حال به خاطر یک سری اجبارات و به خاطر یک سری محدودیت هایی که وجود داره و به هر حال من حتی میتونم بگم زندان ذهن، آقای سوربی، زندان ذهنشون، اینا نمیتونن و شایدم این خواهش یا در واقع این انتظار از اینا درست نباشه که مثلا بالاخره ما از کسی که در یک فضای ذهنی دیگه به سر میبره، مثل اینه که فکر کنید اون موقع ممکنه خیلی ها چیز داشته باشن که خب ما مثلا چرا نیومدیم یا مثلا چرا این کارو نکردیم، ولی زمانی که رو هفته ها و روزها و ماه ها بحث و تحت عنوان مرحله انقلاب برای مادرها، یعنی همه کسایی که مثل من اون موقع تو سازمان بودن میدونن که بر روی افکار ما و بر روی احساسات ما و بر روی همه اون چیزایی که نقطه تفکرات ما چجوری توسط این فرقه، من نمیگم شستشوی مغزی، من میگم بمباران شد تمام احساسات و عواطف ما توسط فرقه بمباران. بعد مریم رجوی مدعی اینه که میگه مردم از مشکلات اقتصادی، واقعا باید به مریم رجوی گفت خیلی خوب توی این چیزا زده بودن که گفته بودن تو یکی ساکت، یعنی تو یکی نمیخواد اصلا هیچی بگی. بعد این برمیگردیم به اون مرحله که اینا چجوری از ما امضا گرفتن، با چه شیوه و با چه ترفندی و حق بازی. و واقعا من بعدها که از این فرقه فاصله گرفتم و اومدم به جامعه آزاد و به هر حال رفته رفته در هر حال الان از 2007 بوده، من آخرای 2006 اول 2007 من فرار کردم، الان 2018 که توی این 11 سال من یه خورده در واقع سلامت روحی ما، من حتی
موقعی که از سازمان اومدم بیرون یا همین چند سال پیشم به این راحتی نمیتونستم واقعا این مسائل رو باز کنم، اتفاقایی که اونجا افتاد و بلاهایی که سر مادرها اونجا آوردن دونه دونه، این سریشون که فرستادن خارج، یه جور مایی که اونجا هم در داخل نگه داشتن تو خود فرقه و تو خود مناسبات، یه جور بمبارون کردن تمام احساساتمون و عواطفمون. و این برگه رو به هر حال از ما گرفتن، برگه‌ای که بچه‌م مسعود رجبی یه دونه چیز آورد، یه چمدون، و گفت که این تعهدای شماست و من اینا رو نگه می‌دارم که فردا در میدون آزادی اگه هر مادری اومد و گفت که من از بچه‌م جدا کردن، این کاغذ رو نشون بدم و بگم که اینها، این خودش، ما بهش گفتیم برو. و نوارش هم همون موقع آقای سروی ضبط شد که پیام مسعود رجبی رو پخش کردن که مادران برون، مادرها برن پیش بچه‌هاش. آخه یکی نیست به این مردک بگه اگر مادری قراره بره پیش بچه‌اش، چرا با بچه نفرستادی؟ و بعد از اون 4 ماهه که تو داری بحث و نشست و نمیدونم سرکوبی و بمباران مغزی و شستشوی مغزی، هر چی که اسمشو بذاری، تو این همه مدت تو کردی، از فضای بیرون، از جامعه، از اروپا، از هر جایی که فکرشو بکنی، تو هر کشوری داری میکنی. الان چندین و چند ماه نشست برای مادرها، چی مونده که اون مادر بیاد بگه که آره من میخوام برم؟ کدوم مادریه که بیاد بگه من میخوام برم؟ و بعد از اونم دیدیم که هیچ کس هیچ مادری بعد از اون، تا مرحله که دیگه سرنگون شد، دولت صدام سرنگون شد و من فرار کردم اومدم بیرون، انگشت شمار تعداد مادرانی، چون میگم به طور مضاعف زن اونجا تحت کنترل و تحت در واقع چیز هستن، یعنی میپانشون، مراقب دارن و میپانشون و اهرمای کنترلی دارن. خب ما بعدن اومدیم از اونجا بیرون با یک چه میدونم ذهن داغون، با یک وجود خسته و با یک روح آشفته و سرگردان از انبوه اون چیزی که سالیان روی ذهن و روح ما مسعود رجبی و به واسطه مسعود رجبی فرقش و سلسله مراتب تشکیلاتش بر روی ما اعمال داشت. خب از اون طرف این بچه ها رو آوردن تو کشورهای خارجی. من برمیگردم به این طرف قضیه، یعنی کشورهای اروپایی، و اونجا از ما خواستن بعد از یه مدتی به ما گفتن که خب شما بیاید بنویسید که این بچه اصلا بچه شما نبود. من که نمیدونستم اینا سازمان چه چیزی داره. سازمان ببخشید. بله ببخشید، تا شما گلوی تازه میکنید، این دوستمون آقای حسین نژاد نوشتن که مهدی ابریشمی خودش در نشستی برای ما پدران و مادران در اشرف که کودکانمان به خارج فرستاده شده بودن گفت هیچ مجاهدی حق نداره به فکر بچهش باشه. خجالت نمیکشید میپرسید از بچه هم خبر ندارم؟ بعد گفت الان بچه من هم فرستاده شده خارج، اصلا به جهنم بره فاحشه بشه، انگار این بره فاحشه بشه، معتاد بشه. به من چه ربطی داره؟ مجاهد باید به فکر کودکان ایران باشد. انگار این بچه های ما بچه های بیگانه بودن. بعد باز خانم مریخ مرادی می‌نویسه که بدبختی این است که زنان و مردانی را که برای مبارزه رفتند را مانند اسیر و برده خود می‌دانستند. آقای بهمن اعظمی میگه که درود بر مادران رنج کشیده در فرقه رجوی، بخصوص خانم بتول سلطانی. باز خانم مرادی میگه که این بردگیری فقط و فقط برای داشتن نیروی انسانی به عنوان ابزار در مقابل رژیم و رسیدن به قدرت است. آقای محمد دولتی سلام میکنن به شما. و باز آقای اعظمی گفته که من خودم شاهد این بودم، یک مافیای جنایتکار اسلامی. این رو خانم مرادی میگه. تشکر آقای سوربی، من هم به اراده و شجاعت مهمان عزیز شما خانم سلطانی افتخار میکنم، منتظر تماس هستم. این هم از این ماجرا. من باز ساکت میشم و شما بفرمایید. بازم تشکر میکنم از کسایی که نظرشون رو با ما در میان گذاشتن، آقای حسین نژاد، خانم معینی، خانم مرادی و
همه کسایی که پیام گذاشتن یا نظرشون رو مطرح کردن. این طرف قضیه تو کشورهای اروپایی وقتی که این بچه ها رو آوردن و ارتباط ما هم که خب با هم قطع بود، یعنی در واقع ما اونجا تحت عنوان لولوی، من اسمش گذاشتم لولوی، در واقع اینا مثل یه چیزی که بچه ای که از لولو میترسوندن بچه رو تو کوچیکی، اینا ما رو مثل یک چیز ترسونده بودن از اینکه هیچ کس حق نداشت که چیز ارتباطی داشته باشه، نمیدونم به جای شماره تلفنی برای خودش نگه داره، و هر چند وقت یک بار اینا می آمدن همه کمودای که در واقع ما اونجا فقط یه دونه کمود مثل سربازی، یه کمود سربازی داشتیم که یه سری وسایل توش بود، اینا می آمدن تحت عنوان مبارزه با رژیم کمودای ما می گشتن که یه موقعی اگر یه تیکه کاغذی هر چی از این قبیل چیزا ما داشتیم، مثلا یه شماره تلفنی یا نمیدونم یه کوچکترین چیزی رو ما تو کمودمون داشتیم، اینو در می آوردن بازرس بهش می گفتن، بازرس ها می آمدن کمودای افراد سن بالغ رو میگشتن و تمام این ردا و آثار رو اینا بالکل از بین برده بودن. یعنی منظورم این که تو تایید این که تو باز شدن این موضوع که ما هیچ ارتباطی با این بچه ها که اومده بودن خارج نداشتیم، اگر از طرف اینا نامه ای یا هرچی که میامد اینا رو تمام میرفت تو پرونده و بایگانی میشد توسط سازمان، یعنی اصلا دست ما نمیرسید. و از طرف دیگه هم بچه هایی که از این طرف آورده بودن اینجا به اینا هم میگفتن که آره مثلا مادر این بچه که بتول سلطانی باشه الان از مسئولین ماه و تو بچه یکی از مسئولین رو داری نگهداری میکنی و خلاصه سیاست های خودشون رو این برام اعمال میکردن. من تو اون برگه اومدن از من خواستن که تو یه برگه‌ای بنویس که در واقع این بچه بچه تو نیست و بچه رو میسپاری، یعنی میدی به یه خانواده. نگو که من بعدها که اومدم و به نوعی با این خانواده در ارتباط قرار گرفتم و اطلاعات به دست آوردم، نگو که سازمان با این کار در واقع اومده بچه رو فروخته. بچه رو به یه خانواده‌ای که بچه نداشتن و بچه میخواستن به اون خانواده بچه رو میفروشه. بعد این خانواده در واقع هوادار سازمانم بوده، حالا هوادار سازمانم بوده و تو تظاهراتشون هم میرفته. از این بچه در تمام مدت در واقع توی این همه این سالها سوء استفاده شده بوده توسط این خانواده، به واسطه اینکه بیگاری از بچه کشیده شده، بچه رو تو تظاهرات ها و عکس مسعود رجوی و مریم رجوی رو میگرفته و تو تظاهرات ها میبرده و این در واقع این سرنوشت تمام اون بچه ها بوده. و اونجایی که از من این نوشته رو به زور اومدن در واقع خواستن و گرفتن، میگم با اون مقدمه چینی که اونجا کردن، از این طرف میخواستن که در واقع اینو بفروشن به این خانواده و موضوعات اخاذی و اون در واقع اهرم‌های فشاری که برای این خانواده از این طرف میخواست سازمان بیاره اینو بتونه اینجا محکم کنه که به هر حال بیا. اینم نوشته از طرف مادرش که دیگه مادرش هم برای این بچه هیچ چیزی نداره و اینم مثلا اینم امضای مادرش نوشته از پیش تعیین شده آوردن و در واقع از من خواستن که اینو امضا کنم. منم که میگم با توجه به اون من یا مادرای دیگه‌ای که در واقع این وضعیتو داشتن بعد از سالها و در واقع بعد از ماها و واقعا نزدیک به یک سال شد که نشست مادران، یعنی بچه‌هایی که اون موقع تو سازمان بودن میدونن که این نشست‌ها چقدر طولانی، همینطور سرکوبی و مقشویی و مخ، یعنی در واقع تلیت کردن مخ میگن این دوره، اگه بخوای به زبون این جوانای این دوره بگی، یعنی مغزای ما تلیت شد اونجا که در واقع بگیم توبه، نه بچه خواستیم نه هیچی، فقط زودتر هر چه زودتر ما رو بفرستین توی یک عملیاتی یه جایی ایشالله یه بمبارونی بشه یه چیزی بشه ما کشته بشیم از بین بریم، فقط یعنی فدای این رجوی بشیم بره پیکارش که اینا دست از سر ما برداره. اون موقع دیگه وقتی به اون نقطه میرسوننت هر برگه بیارن امضا میکنی و هر چیزی که بخوان و میری انجام میدی، یعنی دیگه راهی به جز اون نداری. اینو چیز کرد. بعد از یه مدت اینا نگو که اینا بچه رو میگیرن و بعدن به طور اتفاقی هرچی که اسمشو بذاریم
اینا خودشون صاحب بچه میشن دوباره. وقتی دوباره صاحب بچه شدن و ماجراهای بعد از اون اتفاقی که بعد از اون افتاد، من یه دفعه دیدم سازمان اومد به من گفت که خب اینا دیگه بچه رو حتما نمیخواستن یا هرچی بوده، ما سازمان به من گفتش که آره ما میخواییم تو رو ببریم پای تماس با دخترت و همینطور که آقای حسین نژاد هم اشاره کرد، آره اینا همه سر از معذرت میخوام فاحشه خونه در آوردن و نمیدونم خراب شدن همشون و بعضشون اینجوری شده اونجوری شده، به دروغ، یعنی به دروغ واقعا اینو اومد سازمان اونجا گفت و در واقع جمع بست و کلی گفت، برای اینکه همچی چیزی واقعا نبوده و دروغ محض بوده، حداقل در رابطه با دختر من اینجوری نبوده، ولی اینا اومدن اونجا اینجوری مطرح کردن برای اینکه بتونن اون دروغایی که تو اون یک سال تو مغز ما کردن شست گذاشتن و فلان اینا بتونن به این ترتیب اینو رفع و رجوع کنن، یعنی سفیدسازیش کنن و بگن خب حالا به خاطر اینه که ما میگیم تو بیا پای تماس. حالا هدفشون هم چی بود؟ هدفشون این بود که من بیام پای تماس با دخترم، اول دخترم رو بکشونم عراق که با این هواداره مثلا راضی بشه که با همون در واقع ناپدریش بیاد عراق، و از طرف دیگه هم خب اینو اونجا بکشونن مثل بقیه بچه ها بیارن توی عراق. و اونجا دیگه من واقعا اینو فهمیدم، یعنی همینجوری احساس خوبی از این موضوع نداشتم و برای همین تصمیم گرفتم که به هر ترتیبی که شده پای در واقع پای این تماس نرم. چیزی که من اونجا به نظرم رسید که کارساز بود و به درد میخورد، یعنی میشد ازش استفاده کرد، من اونجا گفتم که اگه من پای تماس با بچه هام برم وضعم به لحاظ ایدئولوژیکی خراب میشه و از رهبری فاصله میگیرم، یعنی در واقع این یه باعث جدایی من با رهبری میشه و من دیگه نمیتونم یک مجاهد باقی بمونم. یعنی اینو من اونجا عمدن اینجوری مطرح کردم که اینا دست از سرم بردارن که دیگه نیام پای تماس با دخترم یا بعد با استفاده از دخترم برم سراغ پسرم و این دوتا رو بیارن تو عراق، به خاطر اینکه سرنوشت بچه هایی که آورده بودن اونجا، بچه هایی که از درس و تحصیل همه رو جدا کرده بودن یا اینجا تو پانسیون تو آب نمک نگهشون داشته بودن تا بزرگشن سنشون برسه یه سنی که 12 سالشون بشه بتونن اونجا ازشون بیگاری بکشن، اینا رو برداشته بودن آورده بودن دوباره توی اشرف و واقعا که اینا رو بدبخت کردن که از من خواستم که این کار رو بکنم و من با استفاده از این به هیچ وجه حاضر نشدم و خلاصه گریه کردم و گفتم من حالم خراب میشه و وضعیتم به هم میریزه و احساس میکنم که از رهبری جدا میشم اگه برم پای این تماس با این بچه ها و این، که دیگه اونجا منو ول کردم. یعنی علت این که بچه های من الان تو مناسبات سازمان نیستن و تو فرقه نیستن، حالا یا تو آلبانی درگیر یا که تو پایگاه های اینا تو همین کشورهای خارجی، همین جایی که همین خانم مرادی اشاره میکنه بهش، به خاطر اینه که پای اون تماس من نرفتم که اینا نیمدن. ولی با این کارا تونستن خیلی از بچه ها رو با وجودی که جدا شده بودن باز برگردونن به سازمان یا حداقل به عنوان نیروهای سمپات توی اون کشورهایی که به اصطلاح مستقر شدن ازشون استفاده کنن، درست میگم؟ دقیقاً الان تو ادامه صحبتام یه بخشی از صحبتای من راجع به این قربانیان بیگناه راجع به این بچه‌ها همین بحث هست، یعنی چیزی که واقعاً من اونجا شاهدش بودم، از جمله همین دختر آقای حسین نژاد یکیش بود. آقای حسین نژاد در این باره فکر کنم خیلی میتونه بگه به عنوان پدر برخوردی که اونجا باش می‌کردن، از اون طرف با دخترش چه جوری برخورد میکردن بل. یا همینطور همین دختر آقای محمدی، آقای مصطفی یا... محمدی بله. خانم سلطانی، خانم مرادی به شما میگن درود بر شما، زن شجاع ایرانی. ایشون میگن بل. که مجاهدین هنوز در قدرت نیستن، این چنینن، وای به حال روزی که به قدرت برسن. یاد کتاب قلعه العلموت افتادم، در قلعه العلموت مردان را عقیم میکردن. این قلعه العلموت همون ماجرای حسن صبا و اون ماجرای حشیشیون هست. ضمن دوستان این کلمه انگلیسی assassination از همون ماجرای حشیشیون آمده که اینها حشیش مصرف می‌کردن و خودشون از پشت بام می‌انداختن و حتی یعنی هیچ خیلی قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کردن. در صورت بازم از شما ممنونم، شما
اسم آقای مصطفی محمدی رو آوردین، این بنده خدا چندین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته، امیدوارم در برنامه‌های آینده بتونیم از ایشون استفاده کنیم، از آقای حسین نژاد باز دعوت کنیم. ضمناً آقای مصطفی محمدی یه فیلمی رو که حدود 20 سال تهیه کردن به صورت خیلی قشنگ تدوین کردن، دوستان اگه اسم ایشون رو در گوگل یا در یوتیوب تایپ کنید اون فیلم رو هم میتونید شاهد باشید، تا حالا چندین بار از تلویزیون مردم پخش کردید. خیلی ممنون که اسم این دوستان رو گفتید و امیدوارم اینها هم بیان و به زودی با شما بینندگان باشن. بفرمایید. بله متاسفانه بگم چی بگم، واقعا خودم وقتی که این خاطرات و این چیزا یادم میاد فقط یاد این شعر میفتم که میگه شرح این قصه مگر شمع برآرد به سخن، ورنه پروانه ندارد ز سخن پروایی. یعنی واقعا آقای سربی بچه هایی که برگردوندن تو قرارگاه اشرف، یعنی اینا تباه شدن توی سالیان. و من یک نمونش رو، یعنی البته بعدها من این موردش رو دیدم، یعنی همون سالایی که در واقع جنگ در گرفته بود و دیگه بعدش من فرار کردم از اون سازمان، ولی این بچه ها رو وقتی آوردنشون، یعنی همین مادرها رو می آوردن پای تماس و بعد با سوء استفاده از محیط و فضا و جوی که درست می کردن و بیا فقط یه دیدار و فقط بیا ببینیم همدیگر رو، بعد برو فلان دلم برات تنگ شده، بعد از این ورم یه سری تو کشورهای خارجی هم یه سری تو مغز اینا میکردن، اینا رو گول میزدن و میکشوندن به اونجا، از جمله همین بچه های در واقع اسمشو من اینجا میارم به خاطر اینکه موردی نداره، سارا حسنی بود و یه سری از دخترهای دیگه که اینا دقیقا همسن دختر من بودن، یعنی هم سنای بچه های ما بودن، به خاطر اینکه اون بچه های آقای محمدی رو تحت یک شرایط دیگه‌ای برگردوندن دوباره، یعنی در واقع جذب کردن از کانادا. ولی منظور من این بچه هایی که مثل بچه های خود من، اینایی که آوردنشون تو پانسیون نگهشون داشتن که پانسیون اصلیشون تو همین آلمان بود در همین شهر کل، اینا رو نگهداری میکردن و اینا رو نذاشتن بره پیش خانواده و اون موقع هم اینا رو سرنوشتشون رو تباه کردن و برگردوندن اینا رو بعدن تحت همین با همین سناریو رابطه عاطفی و موارد اینجوری برشون گردوندن اینا رو دوباره توی سازمان، که از جمله یکی از واقعا غم انگیزترین چیزا خانمی بود به اسم سارا حسنی که این در واقع اونجا دیوونه شد از بس فشار بهش اومده بود و من امیدوارم که تا این لحظه که من دارم صحبت میکنم ایشون سلامتی خودش رو پیدا کرده باشه و من از همینجا بهش سلام میگم و اگر که نمیدونم چه وضعیتی براش اتفاق افتاد، ولی این واقعا اونجا خیلی وضعیت آشفته، وضعیت روحی آشفته‌ای پیدا کرده بود و اینو زندانی کرده بودن تو خود قرارگاه خود اشرف. این خانم سارا حسنی که اون موقع الان حداقل باید 30 سالش باشه، چون اینا حدوداً 86 به دنیا اومده و الان که 2018 حدود 30 سالشون باشه تقریبا، که این در واقع زندانیش کرده بودن و از کسای دیگه هم بودن که در واقع این زندانی سازمان بودن و اینا رو همینجور یه سریشون که مجبور بودن در واقع بلگو و موافق با سیاست های رجوی بودن و یه جور دیگه استفاده می کردن و اینایشون که مخالف بودن رو زندانی کرده بودن. تعدادی از اونا مثلا یه دختر خانومی بود به نام دختر اون کیامنش بود که این در اصل اینو از آمریکا فریب داده بودن برده بودن با یه تعداد دیگه که یه عکس هم از اینا منتشر شده که من خیلی تلاش کردم امروز اینو پیدا کنم و چون توی چیزام هست توی اسناد و مدارکی که اون موقع فرارم از اتاق بایگانی و پرونده ها برداشتم و بعد حالا به یک چیوه هایی در واقع اینو تو
تونستم قایم کنم و بعد با کمک آمریکایی‌ها در واقع آدرس دادم و با کمک آمریکایی‌ها اینو به دست آوردم. انشالله اگر که تو قسمت‌های بعدی، چون من امروز فکر نمی‌کنم ما به همه صحبتمون برسیم، من شاید اینم نشون بدم. یکی از دوستان خانم سلطان، یکی از دوستان نوشته که وقتی پیام جعلی یک مرده توی پرانتز مسعود رجوی لو رفت، بیوه اون شخص مرده به میدان آمد. قابل توجه تمام کسانی که خود را به اون راه میزنند، به ویژه در شورای ضد ملی مقاومت برای قدرت. آقای حسین نژاد میگه که من فقط سال یک بار عید نوروز میگذاشتن که با دخترم دیدار کنم، نمیتوانستیم با هم هر صحبتی را داشته باشیم. اکنون که جدا شده و در آلبانی آزاد و مستقل است و با هم در تماس هستیم، به من میگوید بابا خوب میکردی موقع دیدار عید با من در مخالفت رجوی صحبت نمیکردی. آقای علی داوودی میگه ملت ایران مواظب مجاهدین باشند که باشید که اینها از خمینی بدتر و اینها دشمن ملی ملت ایران و ایرانی هستند و مسعود و حسن صباغ هیچ فرقی ندارند. آقای کریم اعلامی میگه پدر مادرانی که فرزندانشان در تشکیلات ازشون جدا کردن به خارج فرستادن، مطلق حق نداشتن به فرزندان خود فکر کنن و یا از وضعیت سلامتشان جویا شوند. هر کس که حتی شک میکردن که در تصوراتش، دوستان ببینید این میگن شستشوی مغزی یا به اصطلاح تفتیش عقاید، حتی در تصوراتش رویای فرزند، یه پدر و مادر نمیتونن توی فکر بچه هاشون باشن. من واقعا زبونم بند اومده، نمیدونم چی بگم و بهترین کار اینه که من ساکت باشم و به اصطلاح دنباله برنامه به سخنان خانم سلطانی گوش بدید. بفرمایید. بله، داشتم میگفتم که اون بچه هایی که در واقع برگردونده بودن یا به شیوه های فریب و انواع و اقسام ترفند های اینا رو کشونده بودن اونجا، اونایشون که مخالف بودن زندانی بودن، یعنی از جمله همین خانم سارا حسنی که زندانیش کرده بودن، اونایشون که مجبور بودن مثل دختر آقای مصطفی محمدی و به هر حال حالا بنابه چیزشون، بنابه اینکه چاره دیگه ای نداشتن، دنبال روی سیاست های رجوی بودن در داخل فرقه، رو اینا رو هم ازشون به نوعی دیگه بیگاری میکشیدن. مثلا من یادمه که برای این مثلا نیروی آمریکایی اون موقع میگفتن که اینا بهتر دخترای جوون و خوشگل رو مثلا بیاریم، مثل همین الهام کیامنش که از آمریکا در واقع آورده بودنش، فریبش داده بودن، همین مادرش و پدرش و اینا رو پای تماس آورده بودن و به هر حال بچه به چیز این که به هوای این که میاد فقط یک دیدار با پدر یا مادرش داره و دوباره برمیگرده به کشور خودش، در واقع اومده و اونجا دیگه وقتی میامد توی این چیز قرار می گرفت، توی این روند قرار می گرفت، تو فرقه می افتاد، تو اشرف، دیگه توان خروج نداشت. یعنی انقدر با انهای مختلف و شیوه های مختلف اینا رو چیز می کردن که کسی نتونست از پیش اونا فرار کنه و زندگی آزادی داشته باشه. الان اگرم اومده بیرون باز چیز داره، یعنی بازم یک داستان دیگه ای داره که اینا رو اون موقع اومدن براشون این شکلی ازشون سوء استفاده میکردن که اینا رو به خصوص چون خب زبان آمریکایی، زبان انگلیسی هم بلد بودن یا مثلا اینایشون که تو آمریکا بودن، اینا رو اومدن جدا کرده بودن و برای برخورد با مثلا سرهنگای آمریکایی و مواردی که مهمونی داشتن، مثلا یه بار من یادم مهمونی داشتن و توی پارک قرار گذاشتن دو تا آهو بود که این بچه‌ها مواقعی که مثلا خوششون می اومد از این آهو، این دو تا آهو رو هم به دستور مژگان پارسایی گرفتن کشتن برای اون سرهنگ آمریکایی که در واقع بهش نشون بدن که در واقع چقدر به حرفش اهمیت دادن. و تو اون مهمونی همه این دخترا رو اونجا، یعنی اصلا به ماها گفتن شماها پیداتون نشه، گذاشتن ماها رو کنار، همه اونجا دوربر این سرهنگای آمریکایی و برخورد با اینا رو گذاشته بودن، از این دخترها سوء استفاده میکردن که اینا بیان جلو و آمریکایی حرف بزنن. هدف سازمان چی بود؟ هدف سازمان این بود که بگه ما به در واقع این طرف حسابای آمریکاییش خودشیرینی کنه و به اینا بگه که ما نیروهای جوان داریم و
اینا نیروهای جوانی هستند که مثلا جذب ما شدند و ما دموکراتیک هستیم، نوین هستیم و اسلام ما یه اسلامیه که فرق داره با مثلا چیزای دیگه. و اولین بار بود که اونجا با این مواجهه شده بودم که حتی مثلا میگفتن عیب نداره خیلی سر و وضعتون و ظاهرتون هم مرتب باشه و شیک باشه و خوشگل باشه، جورابای رنگی بپوشید، نمیدونم برای اولین بار واسه اینا کفشای مثلا اسپورت خریده بودن. اونجایی که سازمان دنبال هدف خودشه یا دنبال مقاصد شومش هستش رجوی، هیچی واقعا براش، هیچ پرنسیبی براش مهم نیست. و اینا می آمدن اونجا با زبان مثلا انگلیسی در برابر اینا قرار می گرفتن و بعد خب اینا دیگه در ادامه ملاقات که بچه ها نبودن که ببینن اینا چی میگن، ولی ما که اونجا اون پشت داشتیم ظرف می شستیم و بعدش تمیزکاری می کردیم و جارو می کردیم و خلاصه به قول کلفتی رو به قول خود رجوی ما شورای رهبری ها کلفت دوم بودیم، در اصل چیز ما کلفت دوم بود انجام میدادیم. بعدش با چشم می دیدیم که اینا چجوری تو ملاقات در واقع دارن اینو عنوان میکنن که آره ما نیروهای جوان به ما میپیوندن و اونا هم همینجور هاج و واج میموندن. خب چه میدونن که پشت این صحنه و پشت این همه سناریو چه هدفی در واقع قرار داره و چه هدفی هست. که یک نمونهش رو من الان اینجا اشاره کردم، مثلا این بود. نمونه دیگهش که واقعا خیلی تأسف باره از سوء استفاده این بچه ها، موقعی بود که نیروهای آمریکایی، من دارم به ساعت نگاه میکنم ببینم چقدر زمان دارم که بتونم تنظیم کنم صحبتامو، نیروهای در واقع زمانی که قرارگاه اشرف دست نیروهای آمریکایی افتاد و بعد از اون که آمریکا ول کرد فرقه رو، فرقه رجوی رو در عراق ول کرد و رفت، که خود رجوی هم شوک شد و باورش نمیشد که آمریکا ولش کنه در عراق و بره، اینا حفاظت رو دادن به در واقع عراقی ها و همه گارد قرارگاه اشرف شد از این نیروهای عراقی. نیروهای عراقی هم خب مثل پلیس هر کشوری یا هر جایی، خب اینا میخوان که ببینن اونجا چی هست، تو اونجا این واقعا جزوی از کشورشون محسوب میشه، جزوی از شهرشون محسوب میشه، حتی اگر یعنی در واقع اینم قراره این قرارگاه دست دولت، دست سازمانم قرار بگیره یا به رسمیت هم بشناسن، مثلا فرض کنید من فرض محالشو دارم میگم که به رسمیت بشناسن که این تکه زمین 6 کیلومتر در 6 کیلومتر مربع قرارگاه اشرف به رجوی تعلق داره، خب در هر حال نباید یک بار این دولت جدید بیاد ببینید چه خبره. و اون موقع بود که آقای سربی، و اینو من برای بیشتر اینجا میخوام بگم که بدونن مردم، وقتی که نیروهای در واقع سربازای عراقی و نیروی پلیس چیز میخواست وارد بشه، سازمان کثیف‌ترین کاری که کرد استفاده از این دخترها و به خصوص از دخترها، یعنی کسی که مدعی حقوق بشره، مدعی حقوق زنه، اونجا این دخترها رو از جمله همین، از جمله همین دختر آقای حسین نژاد یا همین فرزندان ما، اینا رو آوردن جلوی سیاج قرارگاه اشرف که بگن ما با تمام وجودمون از اینجا حفاظت میکنیم، از قرارگاه حمایت میکنیم، تانکا باید از روی ما رد شد. یعنی واقعا این شعار رو خانم میرباقری یه بار برای من تعریف کرده و من خدا میدونه که چقدر اون جلسه‌ای که خانم میرباقری داشت تعریف میکرد این صحنه ها رو که این دخترها رو چجوری ازشون سوء استفاده کردن برای کشته شدن، و خیلی هاشون الان شما اگه نگاه کنید تو سایت زنان، ما یکی از صحنه های مجروح شدن یکی از همین دخترها که اون گوشه سایتمون تو سایت زنان هست، که من الان دیگه فقط نمیدونم چقدر وقت میشه یا من لینکشو به شما بدم یا شما دارید لطف کنید لینکشو بعدن زیر فیسبوک بذارید، ممنون میشم بذارید، چون دوستان لطف کردن و آمدن. تشکر کنم از خانم شیلا، ولی لطف کنن ایشون یکم در نوشتنشون به اصطلاح مؤدب تر باشن، همین با وجودی که دارن به مریم رجوی فحش میدن، ولی از فحش دادن پرهیز کنیم. یه سوال خوبی رو که آقای جورج به انگلیسی نوشتن، اینجا نوشتن if one day Mr. Sultan، اگر یه روزی شما بتونی مسعود رجوی یا مریم رجوی رو ببینی، به اونها چی میگید شما؟ خب
این به نظر من سوال جالبیه. ضمناً خانم مرادی پیشنهاد میکنن این سوء استفاده ابزاری از کودکان رو اگر به صورت درخواست عمومی از سازمانهای جهانی، حالا یونسکو، یونیسف، نمیدونم یونایتد نیشن، اینها انجام بدن. ای کاش ایشون پیش به اصطلاح قدم بشه. من هم مجانا این به اصطلاح حرکت ایشون رو تبلیغ میکنم تا دوستان بتونن کمکی کنن، امضا کنن، پتیشن یا تومار پر کنن. پس سوال باز میشه همین ماجرایی که جورج سوال میکنه. اگه یه روزی شما یه جایی مریم و مسعود رو ببینید و بتونید صحبت کنید، به اونها چه خواهید گفت؟ بله، من خیلی کوتاه در حد یک دقیقه اول سوال خانم مرادی رو میدم که این خواهش رو کرده یا خواهش شما در رابطه با اینکه ایشون این موضوع پیشنهاد رو... کرده، من خواهش میکنم. بله بله، واقعیت اینه که من کار میکنم، یعنی به هر حال ما برای درآمدمون یا برای زندگیمون باید کار کنیم. مثلا من خودم هم برای همین 2 ساعت اومدن توی برنامه تلویزیون مردم و آمادگی هایی که، یعنی خدا کنه که یک وضعیتی پیش بیاد که یه خورده بشه این کار رو کرد و من دار کمال میل در واقع میخوام که این کار صورت بگیره، ولی امیدوارم که فقط کار اجازه بده و وقت اجازه بده، چون ما زندگیمون و کارمون فقط این نیست. ما این به عنوان یک چیز کنار کارمون، یعنی ما برای هزینه زندگیمون و برای چیزمون باید کار کنیم اینجا. به خاطر همین انشالله اگر وقت اجازه داد و حالا بازنشست بشیم یا که نمیدونم چقدر بشه وقت برای این کار گذاشت، من به قول آلمانیا گرنه میام و حتما همکاری میکنم. در مورد بسیار این عالی، آقای... مخصوصا این که ایشون هم در آلمان هست و اگر هر جای دنیا هم باشن، این روزا دیگه اصلا دنیا شده یک دهکده کوچک و از طریق این سوشال به اصطلاح میدیا و اینها میتونیم با هم در تماس باشید. در صورت ممنونم که ایشون امروز بیننده برنامه ما بود. ایشون یک شخص شناخته شده هستن و از شما هم ممنونم خانم. امروز شما رکورد ما رو شکوندی و از 12,000 نفر هم بیشتر آمدن سر زدن و از 1,600 نفر بیشتر وایسادن تماشا کردن. من اینو برای شما میفرستم. من ساکت میشم. متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم، ولی به قول معروف به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من از کانون آوا میخوام که باز هم در برنامه آینده شما رو به اصطلاح دعوت کنم تا با ما باشید. من ساکت میشم. اگر چند دقیقه میخواین صحبت کنید هیچ اشکالی نداره، بفرمایید. بله، من در پاسخ به آقای جورج که گفته بودن اگر مسعود و مریم رجوی رو ببینم یا در برابر اونا قرار بگیرم، من هیچی، فقط از اونا میخوام که و به اونا میگم که همونطوری که شما میخواستید به مردم ایران یه روزی همیشه اینو به ما چیز میکردید که من برای این تعهدنامه ها و اینا رو برای زمانی نگه داشتم که تو میدون آزادی به مردم نشون بدم، الان بیا لطفاً در یک محیط، در یک جایی به سوالات ما پاسخ بده و اون همه دروغی که در واقع از تو رو شده و هست الان، اینها رو چی میگی؟ و من مطمئنم که هیچگاه چنین چیزی نخواهد بود و یکی از اصلی ترین دلایل غیبت رجوی خیانت‌های بیشماری که به یاران خودش کرده و هیچ وقت من فکر نمی کنم این در واقع بتونه بیاد ظاهر بشه و در واقع نمیاد ظاهر بشه به خاطر خیانت هایی که کرده. من از شما تشکر می کنم و از اینکه همه اون بیننده هایی که افتخار دادن به ما که امروز در برنامه مردم تیوی رو نگاه کنن، از همه اونا تشکر می کنم و شما و بینندگانتون رو به خدای بزرگ می سپارم. من ممنونم از اینکه با ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو می کنم. تا همین لحظه 12,219 نفر آمدن و 1,700 نفر تماشاگر این برنامه بودن. دوستان خیلی خوشحالم که آخرین مطلبی رو که خانم سلطانی گفت این بود که اینها میخوان یک زمانی بیان در میدون آزادی کاغذایی رو که از این بند خداهایی که به قول خود اینها مغزشون رو شستشو داده بودن یا مخشون رو تیلیت کرده بودن به من و شما نشون بدن. میخوان چی رو ثابت کنن واقعا؟ که ما چه رهبرای بدی بودیم که حتی اعضای خودمون رو اینجوری ازشون کاغذ میگرفتیم؟ عذر میخوام و توهین نباشه به شما خانم سلطانی، تو فیلم های فارسی ما دیده بودیم که
افرادی که پاانداز بودن و اینها بعضی ها رو وقتی می بردن برای که این بند خدا ها رو اسیر کنن، یا معتادشون می کردن یا ازشون سفته می گرفتن. آقای رجوی پاانداز این سفته ها رو در میدون آزادی دوستان میخواد به شما نشون بده. خانم سلطانی، من یه بار دیگه به شما تبریک میگم این شجاعت و شهامت، و امیدوارم هر روزتون بهتر از روز قبل باشه. مرسی که با ما بودید. به قول آلمانیا آفیدرزن. آفیدرزن، خیلی ممنون، لطف دارید شما. خدا نگهدار. دوستان عزیز، شما هم میتونید مهمان برنامه باشید، با کانون آوا تماس بگیرید. اون دوستی هم که تماس گرفته و گفته من عضو سازمان هستم چنین و چنان و گفته که یکی دو هفته تماس گرفته و جوابی نشنیده، دوست عزیز یکی دو هفته مخصوصا تو اروپا، شما خودتون میدونید این ایام وایناختن و سال نو و کریسمس و اینها، خیلی ها مسافرت میرن، خیلی ها مسافر براشون میاد و یک کمی باید صبور باشین. ضمناً از دو سه نقطه تماس بگیرید، مثلا پیام تلفنی، ایمیل، با فیسبوک، چون گاهی وقتا من یه ایمیل برای داداشم میفرستم، تصور میکنم که اون دریافت کرده، اصلا ممکنه اون سه روز ایمیلشو باز نکنه. بازم ممنونم، منتظر دیدن دوستان بیشتری خواهیم بود. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. برنامه‌های تلویزیون مردم رو پی میگیریم، تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. امروز یکم حسودیم شد به خانم سلطانی، ایشون رکورد شکوندن. اون روز آقای دکتر ماسالی اومدن اینجا و رکورد فیسبوک رو شکستن، امروز خانم سلطانی. باز هم نشون میده خانم ها چند قدم از ما مردا جلوتر هستن. مرسی مرسی مرسی، خدا نگهدارتون.